بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. قبل از هر چیزی اجازه بدید من از دوستان خوبی که تماس گرفتن در رابطه با دوربین تشکر کنم و واقعا اینجاست که آدم قدر محبت و گلپا بود میگو قدر محبت و بدون قدر محبت و دوستی این دوستان رو متوجه میشه و یکی زنگ زد تمام پیغام گذاشته بود که من دوربین دارم و اگه میخواین براتون پست کنم. آقای پتیک طبق معمول همیشگی فوری گفت آقا دوربین چنه، به خدا خجالت کشیدم و اشک من در اومد. گفتم پتیک جان اجازه بده یه دوستی گفته اینجوری، اگه اون نشد بعدا میایم سراغ شما. در صورت یک دوربینی فعلا قرض گرفتیم از یک کسی، گفت که من احتیاج ندارم و دوربین HD خریدم، شما اینو استفاده کن تا دوربینت برسه. یه دوربینم اوردر دادیم $350. الحمدلله این روزا چیزایی رو که اون موقع می‌خرید $4000 الان شده $400. تلویزیونی که $1000 بوده شده $100. در صورت اینم حسن این پدرسوخته‌های کافره، ولی تو کشورهای مسلمون هی چیزا گرون میشه، کم میشه. البته نه دیگه، بی انصافی نکنیم. شنیدم الان تو ایران هم مثلا اون وسایل و ماشین و این چیزا که کم بود و هی گرون میشد الان بهتر شده، حتی تبلیغ میکنن که بیا اینو بخری اونو ببر و الی آخر. خب امروز 30 ماه جون 2017 میلادی است، برابر با 9 تیر ماه. من فکر کردم 30 با 10 باشه، حالا 30 9 میدونی یه روز پس و پیش اب نداره، اصلا تاریخ هم ما بگیم اب نداره. ما که نه، این مثل دوستانی که جنبش را انداختن میگن 10 تیر بیاین خودتون رو منفجر کنید، یا نمیدونم 8 فلان بیاین فلان جا، که نیستیم. ما یه برنامه مثل مهمونی، امروز اومدیم شما رو دیدیم خیلی کژوال، خیلی خودمونی و بیشترم نه ایمپرووایز نی، ایمپرووایز یعنی فلبدایه، حقیقتا فلبدایه نیست. من مینویسم، پیدا میکنم چیزها رو، برام دوستان میفرستن، ازشون ممنونم و میام اینجا به اصطلاح با شما در میون میذارم. اجازه بدید که من چون تلویزیون مردم رو تماشا میکنم از سایت خودم سوربی اینو تصویر رو شیر کنم با دوستانی که روی صفحه تلویزیون مردم هستن. اجازه بدید تلویزیون مردم رو هم امروز بهتون نشون بدم که خیلی جالب شده. سوربی با مردم، شما هم اگه دوست داشتید این کار انجام بدید. دیر متوجه شدم پریروز چند نفر شیر کرده بودن، از این بابت ازشون ممنونم. 30 جون 2017، آخ جون، و کجا هستیم؟ آمریکا. و چه وبسایتی داریم؟ مردم tv.com. یه دوستی گفت ما دنبال این هستیم که مردم به وحدت برسن، هماهنگی و اینها، میتونیم از تلویزیون شما استفاده کنیم؟ گفتم بله. گفت ما اگه بیام اونجا محدودیتی نداریم؟ گفتم نخه، احساس غریبی مکن، اینجا که رسیدی این تیوی مردم تعلق به تو داره، شما بیا. اگه تازه یه چیزی هم بگی ناروا و بد و اینها، مردم اولین کسی هستن که به اصطلاح شما رو تحریم میکنن یا شما رو تقبیح میکنن یا شما رو تشویق میکنن. نمیدونم والا چی بگیم، این کلمه های چیزم برای خودش معنی و مفهوم خاصی داره. یه دوست نشته صبح جان در فارسی، اونجایی که من پرسیده دادم رنسام معنیش چیه، نشته تو فارسی خیلی کلمات داریم که معنی های شبیه به هم داره و جاهای مختلف میتونیم از این کلمات استفاده کنیم. در اصل ممنون و متشکرم. و اما امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارها هستیم از کانادا. دوست عزیزی 5 تا برنامه، یعنی این هفته و 4 هفته، 4 تا فرایدی، 4 تا جمعه در ماه جولای رو به اصطلاح حمایت کرده، سپورت کرده و من از شما میخوام به آقای افشاران گفتم آقای افشارها لطف کنید تو برنامه‌تون بگید دوستانی که از برنامه شما استفاده میکنن و خوششون میاد اونها حمایت کنن. این حمایت کردن، دست به جیب کردن رو ما یاد بگیریم، نه اینکه آقای افشارها احتیاج به من و شما داره، ولی من فکر کنم من و شما رو میخره و آزاد میکنه، یا اینکه من به شما و پول $10 شما احتیاج دارم. این مشکل ما هست،
که میشینیم یکی دیگه بیاد پول بده، یکی دیگه برامون کار کنه، یکی دیگه کوچه‌مون رو تمیز کنه و الی آخر. یه دوستی دیروز باش صحبت میکردم، گفت من رفتم کشور این جیبوتی، گفت انگار که پام رو گذاشته بودم توی یک سطل آشغال، همه جا آشغال ریخته و من نمیدونم چرا این مردم آشغالا رو اقلا جمع نمیکنن. آقا ماشین نیست، نمیدونم لندفیل نیست، آشغالا رو جمع کنید یه کناری، یه آشغال بزرگتری بذارید روش که باد نبرتش. نمیدونم، در صورت اینم از این ماجرا. و دکتر کاظم افشارها برنامه‌ای دارن به نام پرسش پاسخ، این رو به اسم پرپا با شما هستن. بعد از چند هفته که به خاطر ماه رمضان نبودن با شما خواهند بود. اما اجازه بدید از دوستمون در سوئد تشکر کنیم، آقای حمید نصیری. و شما هم اگر کارهای وبسایت، کارهای رادیو تلویزیونی چیزی دارید، ایشون میتونه کمکتون کنه. الان توی شرکت معتبری هم کار میکنه و به نظر من اگر کمکی از دست بر بیاد انجام میده. ولی خب ما یاد بگیریم اگه یکی بهمون کمک میکنه ما هم بهش کمک کنیم، برای وقتش، برای پولش. یه چیزی که تو آمریکا من یاد گرفتم و ازش خیلی خوشم اومد اینه که اینجا به هم میگن که Thank you for your time. تو ایرانم شنیدم رایج شده، از وقتی که به من دادید متشکرم، تشکر میکنم، یا تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید. اینو ما یه جوری نشون بدیم. خب علی ترابی عزیزم آمد و علی نوشته بود که اینایی که میگن آقای ترامپ بی اعتمادی، اینها حالشون اینجوری اونجوری، من متوجه نشدم شما شوخی میکنی یا جدی میگی. چون اجازه بدید خانم نیر قربانی ایروانی یه چیزی رو به جدی نوشتن و من خیلی واقعا متاسفم. اجازه بدید حالا دلیل تاسفم را هم بهتون میگم. وقتی که ما این، بذارید اینجا به شما نشون بدم، بیایم یکم بالاتر، بالاتر، کارتون بود، فیلم بود، چی بود، سوپرمن و اینها میپریدن بالا. خب 4 و 3 میایم تو این صفحه، میایم اینجا اینو، ببخشید ما این پشت سرمون حالا دیگه اون استودیوی 1 میلیون دلاری جمهوری اسلامی نیست و اینها و همین کتابخونه قدیمی هست. اتفاقا یادم میاد آقای میبودی میگه این کتابخونه و اینا خیلی ساده است و به برنامه تو که خیلی خودمونی و ساده هست میخوره و مچه. گفتیم اوکی. حالا در صورت چون این دوربین وواری هست، مثلا کلمه وواری یعنی چی؟ چون این دوربین قرضی هست ما دیگه نمیدیم همه چیش رو عوض کنیم، فعلا تا دوربین خودمون برسه احتمالاً چهارشنبه برمیگردیم به اون حالت معمولی. ضمناً دوشنبه با شما نخواهم بود، این یک فرصت بسیار خوبیه که شما برید تلویزیون های دیگر رو نگاه کنید، رادیوهای دیگر رو بشنوید، تا بلکه قدر تلویزیون مردم رو بدونید و وقتی برگشتید حمایت کنید، یا اگه رفتید دیدید اون بهتره میگید بابا عجب شانسی آوردیم، خدا پدر این سوربی رو بیامرزه که بهمون گفت برید نگاه کنید و آمدیم اینجا بهشت برین رو دیدیم، همونجا بمونید. اینم از این. ما اینجا ببینید نوشتیم که ترامپ باعث بی‌اعتمادی جهانی نسبت به آمریکا شده است. آقای علی ترابی نوشته اینها که بی‌اعتمادی اعلام کردن حالشون خوب نیست، میل به رطب دارن، کمی هم تب دارن. توی شیراز یه آقایی بود به نام سلامی، معلم بود، یک کمی اون آخریا دیگه دیوونه شده و زده بود به سیم آخر شعر میگفت و یک کسی هم بود گویا عطار مطاری چیزی بود، اینا هم شعر میگفتن. شیرازی هم که میدونی از بس بیکارن و بیحالن دست به شعر گفتنشون خیلی خوبه. مثلا دیدید چگونه من همین شعر اینجا که رسیدی نکن احساس غریبی، این خانه کوچک یا این کلبه کوچک تعلق به تو دارد و چجوری عوض کردم، گفتم این تیوی مردم تعلق به تو دارد. این دیگه همینجوره. در صورت شعری که نوشتید من نمیدونم منظورتون بوده یه شوخی کنید ما بخندیم یاد شیراز بیایم، یا واقعا شما حقیقتا باور داری که آقای علی ترابی ترامپ یک آدم باهوش، یک آدم زیرک، یک آدم درستکاری هست و اونایی که با این بدن یا مخالفش هستن اونا آدم های خوبی نیستن. بیاین درست صحبت کنید، شوخی به جای خود، جدی به جای خود. و اما خانم نیر عزیز، این خواهر گل ما، اینجا نوشته که
اجازه بدید من این تصویر رو بزرگترم بکنم که شما قشنگ بتونید ببینید. بله اینجا. بله نوشتن که درود به پرزیدنت ترامپ، من به او اعتماد دارم. هنوز به قول شما 7 ماه است که در کاخ سفید است. فقط چند میلیارد دلار وارد خزانه خالی آمریکا کرد. خوشحال هستم که کسی در کاخ سفید است که به قول معروف چیزی در دنیا دارد، چیزی در دنبان دارد یا دنیا دارد. معذرت میخواهم که چنین نوشتم، مهم نیست، منظورتون در تنبان دارد نمیدونم که برای این کاری بکند و یا نکند، ولی آبروی رفته را با آمریکا دارد باز میگرداند. کمی صبر کنید و اینقدر گوش به حرف به قول پرزیدنت ترامپ فیک نیوز ندهید. خانم نایر عزیز، کاکو جون، دستم به دامنه دوست عزیز. یادتونه شما فکر میکردین این شاه نابغه است؟ وقت هی میگی اسم شاه رو نیاد. ما روز جمعه است، گفتیم شاه بره راحت بخوابه، همونجوری که گفت کورش آسوده بخواب که ما بیداریم، ما بهش بگیم شاه عزیز آریامر برو آسوده بخواب که ما بیداریم. یادتونه فکر میکردید اونم نابغه است؟ یادتونه بهش اعتماد داشتید؟ دیدید که نه نابغه بود نه از دو قدمی خودش خبر داشت. اینا آدم های دروغگویی هستن، آدم های شارلاتانی هستن، هنرپیشه های خوبی هستن. خانم داره 22 میلیون نفر رو بدون بیمه میکنه. این مرده که ران پال میگه حالا ما بیمه اوباما رو لغو کنیم بعدن یک کاری براش میکنیم. شما نمیدونی چه کسایی تو بیمهشون قطع بشه میمیرن، میمیرن. اون وقت این میخواد بیاد حق مردم، حق کارگرای معدن رو بده. بیمه جدیدی که دارن مینویسن از جیب همه پول میگیره میکنه تو جیب پولدارا. آخه بی انصاف، پولدارا پول کم داره؟ خودت که میگی اینا آدمای باهوشی هستن، بلدن پول چجوری در بیارن. درستش اینه که اینا آدمای پدرسوخته‌ای هستن، بلدن چجوری جیب مردم بزنن. تو بازم میای کمکشون میکنی؟ خودش شارلاتانش هم که 2 شب پیش برنامه گذاشته اینجا تو هتل خودش که الان یقهشو میگیرن. این ماجرایی بود میگه یک بار پریدی ملخی، 2 بار پریدی ملخی، آخرش نمیدونم به دامی ملخی. اینا اینجوریه. اینا چون به سعدی گوش ندادن که گفت که این چشم نمیدونم که چی رو یا خاک گور پر میکنه یا قناعت، اینا قناعت نمیکنن. امروز هر چی داره میخواد فردا بیشتر، فردا بیشتر. دخترش الان یقهشو گرفتن، میگن آقا تو خانم تو از همه داری میدوزی، از بچه‌ای که داره تو کارخونه های چین کار میکنه برای تو داری میدوزی، از نمیدونم آمریکا داری میدوزی، از تکس پیا مالیات دهن. آخه بابا انصاف داشته باشید. ما شما نشستید تو اروپا انتظار دارید آقای ترامپ، همه دنیا الان تظاهراتی که توی هامبورگ، همین کشور شما توی هامبورگ میخواد برگزار بشه 7-8 جولای، به خاطر اینه. دنیا رو ریخته به هم. بعد شما هم میگه حالا سب بده سنگو بزنه. آقا شاید نخورد به شیشه، شاید خورد به درخت، یه گنجیش کم افتاد، گنجیش کباب کردیم خوردیم. نه خانم، این تا حالا سنگ زده سنگارم به شیشه میزنه. البته خب بعد شما میگه حالا تازه شیشت نو میشه، مگه چطور میشه؟ من نمیدونم، موندم. ولی چون شما آزاد هستی نظر خودتو میگی، منم نظر خودمو میگم، و چون شما نظر مینویسی منم نظرمو میگم. این برنامه جادجودی رو دوستان نگاه کنید. یه نفر شکایت میکنه، یکی میشه مدعی، یکی میشه شاکی، یکی میشه اون یکی نمیدونم چی میشه تو ایرانی، اینجا میگن plaintiff and defendant، یکی هم میشه مدافع، یه هم چیز میان اینجا. بعد این مثلا میگه این 2 ماه اجاره نداده، 3000 دلار بده کاره. اون میگه که من اجاره که دادم هیچی، 1500 دلارم از این طلبکارم. بعد قاضی به اون میگه بابا دروغ میگی، این پول دادی فلان نه. بعد به این میگه که ببین اگه این شکایت نکرده بود تو میومدی شکایتش کنی؟ میگه نه. میگه خب حالا که من این پولش ندادم به تام نمیدم، برو دنبال کارت. خانم ما اگه شما ها ننویسین ما خفه میخونیم، خفه خون میگیریم،
صدامون در نمیاد. شماها اگه از دانشمندی شاه نگید، ما هم زیپیشو میکشیم میگی بابا شاه هرچی بود، مصدق هرچی بود، قاجار هرچی بود، گذشت و رفت و ما امروز با آقای روحانی، با خامنه ای اینها هستیم. ضمن آقای روحانی هم میگن که گویا یه جایی مست بوده و اینا، حالا براتون پیدا میکنم خبرشو بهتون نشون میدم. ممنون و متشکرم. و اما دوستان من بسیار خوشحالم، اجازه بدید سلامی هم بکنیم به این سعید کاووسی. آقای کاووسی یه روکش موتورسیکلت دارم برات، هر وقت دیدم بهت بدم. و دیگه ما موتور پوتور نداریم، ممنوع شدیم ما از موتور سواری به خاطر این فسقلی، این دختر خانم کوچولو که به اسم نوه اومد و زندگی ما رو اصلا عوض کرد. من باورم نمیشه که واقعا یک موجودی که نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه، البته الان دیگه داره راه میره، الان حرفم میزنه، پدر سوخته، یه چیزی که بهش میگیم میگی نه 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 نه، یعنی اینو نمیخوام. و به ما گفتن نه خیر دیگه پدر بزرگ شدی، موتور سواری رو بذار کنار. البته سعید از من خیلی جلوتر پدر بزرگ شده، فکر کنم دو تا نوه داره، در اصل زنده باشن، سلامت باشن. گذاشتمش تو ماشین که هر جا دیدمت بهت بدم. و اصلا من نمیفهمم چیه، یه چیزی مثلثیه، دو سه تا کش این ور اون ورشه، مثل مثلا موتور تو آفتاب که پارک میکنی اینو میذاری روش که اون باک بنزینش و صندلیت داغ نشه، یا چون کاور فول کاور نیست. در اصل اینو برای شما گذاشتم به خاطر که شما هر وقت ما مشکلی داشتیم سوالی کردیم اومدی و کمک کردی، از این بابت ممنونم. حمید نصیری و کارهایی که میتونه برای شما انجام بده رو گفتم. سعی میکنم حمید نصیری رو مجبور کنم که یه برنامه‌های کوتاه و 5 دقیقه‌ای بذاره. مثلا اون روز به من گفت آقا این سی سی کلینر استفاده کن، گفتم دارم. گفت اون نمیدونم آنتی ویروس رو بذار، گفتم دارم. اینا رو بیاد برای شما بگه. به شما دروغ نمیگم، شما میدونید اصلا تلویزیونای ایرانی هیچ کدومشون دروغ نمیگن، مخصوصا من ساده شیرازی. به قول آقای مصطفی زاده، ما اگر روزی 100 تا دروغ نگیم اصلا شب خوابمون نمیبره. در صورت بهش گفتم حمید جان تو باید بیای از آمریکایی‌ها یاد بگیری. آمریکایی‌ها میان یه برنامه میذارن، ایرانی‌ها ماشاءالله الان یاد گرفتن، دکتراشون میبینی، مکانیکشون میبینی، میان یه چیزی رو میگن به شما، میگن مثلا روغن سینتتیک توی روغن معمولی نریزید به این خاطر به اون خاطر. بعد میگه حالا اگه خواستید روغن عوض کنید فروشگاه منم اینجاست، شما مراجعه میکنید، یعنی میشه بده و بسون، درسته؟ یا هم داد و ستد که میگفتن همینه. شما باید این کارو بکنید. و از اینکه شما نشستید تو سوئد، کسی نمیدونه شما برای شرکت‌های سوئدی، برای شرکت‌های آمریکایی، برای شرکت‌های اروپایی داری کار می‌کنی. باید بیای تو جامعه ایرانی خودت رو به اصطلاح نشون بدی، براشون یه چیزی توضیح بدی، اونا هم به شما برگردن و جواب بدن. و اما من دیروز نه پریروز رفتم این پارک بسیار زیبای گریت فالز. ما اینور آب بودیم، آقای رضا پهلوی اونور آب خونه داره. و کمی قدم زدم، گفتم حالا که دوربینمون خراب شده و حالا که فکر رو چیز زیاده، یکم بریم بیرون هوا چی میگن اکسیژن به سرمون بخوره. وقتی داشتم برمیگشتم، خب طبق معمول گرسنه ساعت 8:30 شب، رفتم این زعفران گریل. ماجرای زعفران گریل که میدونید آقا محمد رفی یا رافی این اینجا رو باز کرد، بعد واگذار کرد به دو تا برادر، اون دو تا برادر هم الان واگذار کردن به یک خانواده افغانی. و خوراک بسیار عالی دوستان. به نظر من هر وقت که شما توی این منطقه هستید، منطقه گریت فالز، حتما درست نشون میدن زعفران گریل، حتما زعفران گریل رو برید ببینید. و به زودی هم به اصطلاح خوراکای ایرانی، هم خوراکای افغانی. و یه چیزی که متوجه شدم، تا حالا من فکر نمی‌کردم، یعنی ندیده بودم بنویسن حلال. گوشتی هم که اینها مصرف میکنن حلاله، برای اونایی که احیانا به اصطلاح میخوان جای خوراک بخورن که گوشتش حلال باشه و اینها، دلیوری میکنن، ماشین خودشونو دارن میارن میبرن. و من این بیزینسایی که خانواده هستن خیلی بیشتر دوست دارم حمایت کنم. راه ما نسبتاً دوره، ولی خب آدم عیب نداره دو قدم دورتر میره که یه نفر رو حمایت کنه. و امیدوارم اونا هم ما رو حمایت کنن. ما یه زمانی تبلیغ زعفران گریل رو توی
به اصطلاح تلویزیون مردم پخش میکردیم. حالا اگه بخوان اونها میتونیم براشون این کار رو انجام بدیم، ولی مهم اینه که اگه شما رفتید اونجا لطف کنید بگید که من چون تو برنامه سوربی گفته یا چون تو روزنامه فلان دیدم، کارتتون رو دیدم، اومدم اینجا. یک کمی با هم مهربون تر باشیم، مخصوصا امروز که جمعه است، مخصوصا امروز که هوا گرمه مثل جهنمه، مخصوصا این که من این خبر خوشحالی رو به شما دادم که دوشنبه آزاد و رها برید بگردید برای خودتون 5 روز 6 روز. ببینید شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، این علامت موفق باشید، چهارشنبه با شما خواهم بود. و اما اینجا نوشتم ماجرای دوربین، تشکر از پتیک و دوستانی که تماس گرفتن. من باید سعی کنم طبق این نوشته پیش برم که نه یه چیزی رو دوبار بگم نه چیزی رو از قلم بندازم. و اما ملتی که هنوز بلد نیست از پیامگیر استفاده کند. ما یه دوستی برامون یه چیزی نوشته بود، مثلا با رهبری آقای رضا پهلوی و اینها اینجوری. ما نوشتیم آقا رضا پهلوی، اگه امیدتون به رضا پهلوی، شب گرسنه سرزمین میذاری، برید آقا یه فکر دیگه ای بکن. ایشون برداشت یه مشتی ریچال چرند نوشت. بعد بهش گفتم آقا چرا فوش میدی؟ خب خود منم مثل تو نادان بودم، یه روزی دنبال این بودم، بعدا اومدم فهمیدم و اینا. خلاص حالا با هم دوست شد. ولی اینی که زنگ میزنه این دوستم میگه آقا من 10 بار زنگ زدم، تلفن شما میره رو پیامگیر. میگم خب اگه نباشیم میره رو پیامگیر، اگه باشیم شما تلفنتون رو از یه جایی که شمارش رو لاک کرده باشید، از اداره زنگ بزنید که شماره اونها ماسک شده، یعنی پوشش شده، تلفن ما به خاطر اینکه مزاحم من نشید مستقیم میره رو پیامگیر. حالا رفت رو پیامگیر، شما مگه نمیخوای زنگ بزنی من گوش بدم؟ پیامگیر فکر کنم من نشستم و برای اولین بار سوربی ساکت شده، شما میتونی حرف بزنی. این آقای افشارها، خب من الان چند سال ایشونو میشناسم، صدای ایشونم خیلی روز اولم بهش گفتم چون مثل آقای راشده، صداشونم خیلی متمایزه. با همه اینها شمارهشونم خیلی آسونه، شمارهشم میبینم 905-737-51-58. هر وقت زنگ میزنه میگه سلام آقای سوربی، من دکتر افشارها هستم، یا من افشارها هستم، با وجودی که بزرگتره به من سلام میکنه. خب سلام میگن سلامتی میاره، منم به شما سلام. بعدم قشنگ میگه آقا میخواستم ببینم برنامه جمعه ردیف بشه و اینجور و اونجور. چه ما میخوایم یاد بگیریم یه پیامگیر به این سادگی؟ اون وقت هی پوز میدیم، نمیدونم، یکی رو میریم خاله فراوهر میزنیم، یکی رو میریم گردنبند فراوهر میزنیم. ازش میپرسم آقا این چیه؟ میگه نمیدونم، ایرانیه دیگه. میگم این ایرانیه؟ برو داکیومنتی ها نگاه کن. میگه آقا اصلا اینا ممکنه مال هوا باشه، مال نمیدونم کرات دیگه باشه، اومده باشن اینجا فلان. نه برو یکم بخون، بعد رفتی بدن خود تو دادی دست خالکوب. حسن ارشاد برنامه 136مین خودش رو که به اسمش هست نقد سخنان ایرج اشراقی در نقش روحانیت شیعه. و اما این آقای ایرج اشراقی هم چند برنامه مهمان ما بودن و جالبه اینا باعث شدن که آقای حسن ارشاد بیاد تو تلویزیون مردم، و اینا بودن که گفتن ما میخوایم با آقای حسن ارشاد مناظره کنیم، و اینا بودن که یکی یکی در رفتن. چون آقای حسن ارشاد میگه بیان من اینجا هستم، این کتاب خودتون گفته زن حقش اینه، این کتاب خودتون گفته اونجوری، این کتاب خودتون گفته اینجوری، این کتاب خودتون. ولی اینا میگردن دنبال یه کسی که کم بلد باشه برن با اون باشه. این هم از این. و اما zafrangrill.com رو هم بهتون بگم، این zafrangrill هم اینستاگرام داره، هم وبسایت داره، هم روی فیسبوک هست. و حمایت کنید، میری پارک، از در این وری پارک که میای بیرون قشنگ وایستا یا زنگ بزن خوراک تو بگی برد و برو خونه بخور. والا خیلی هم ارزونه، مثلا چلو کباب میده 12 دلار. شما اگه بریم مکدونالد، وقت من مثلا با خانم 2 تا خوراک که میگیریم، والا این برای 2 بار بس، یعنی هر دفعه میشه 6 دلار. مکدونالد شما بگی سلام بیای بیرون، یه نفر 9 دلار 10 دلار خرجت شده، تازه کلسترولت رفته بالا. در هر صورت دیگه بیشتر از این تعریف کنم یه وقت فکر میکنید که
این من اونجا سهمی دارم. برید zafrangrill.com بذارید اصلا رو فیسبوک نشونتون بدم که باشه شما ببینید زفران گریلز و عکسش اینه رو فیسبوک. این حسن برنامه ما اینه که چون میره و آرشیو میشه تو بایگانی you do not have necessary permission to spread page to perform. با ما پرمیشن نمیخوایم که این بنده خداها عمومی آمدن گذاشتن، ما هم داریم عمومی به مردم نشون میدیم. اینم براتون باز کنم زفران گریل بفرمایید. و دوستان یک کمی هم باز همون دنباله مهربون بودنه. وقتی میری یه جا میبینی خوراکش بده برمیداری فوش خوار مادر و فلان مینویسی تو یلپ و فلان، وقتی هم میری یه جا خوراکش خوبه مثل من ببینید الان من که نمیدونستم خودم حالا آوردم اینجا میبینم همون روز، ببینید همون روز شب که اومدم اینجا ایمیلامو چک کردم نوشتم ما اونجا شام خوردیم همه چی عالی بود A+. میدونید که اگه نمره آمریکایی بخوای بدی A+ و اینا شروع میشه، بعد به F و D و نمیدونم فلان اینا ختم میشه. یه خانم دیگه این زیر مثلا نوشته کلی دایریت نوشته وی استاپ میگرفتیم پارک، اونم میگه و پارک بسیار قشنگی بغلشه گریت فالز هم تو ویرجینیا هم تو مریلند، ولی این طرفی که ما میریم معمولا توی ویرجینیا هست. حالا اگر فرصتی بشه تماس میگیرم یا با خود این دوستمون، فکر کنم اسمشون آقای یا سعید بود یا مسعود، و خانمشون هم آمدن چقدر مهربان به قول دوستان افغانی سلام علیک کردن و بعد گفتیم که ما رامون دوره، گفتن مهم نیست شما اگه اوردر بدید یا سفارش بدید ما براتون چهار قدم به خاطر شما میان دیگه. خب ببینید اونا میان ما هم باید بریم دیگه. اوکی دوستان این ماجرای اینه که بعضیا سلام که میکنن یا یه چیزی که می‌نویسن عرض ادب، یعنی چی؟ این از کی شروع شده عرض ادب؟ به نظر من خیلی چیز بیخودی. سلام، شما سلام که میکنی یا درود که میگی نشون دهنده اینه که آدم مؤدبی هستی، دیگه عرض ادب چیه؟ نمیدونم یه چیزایی به نظر من یه تعارفای چاپلوسی بیخودیه. و اما شتر سواری دولا دولا نمیشه. باز اسم این دوستمونو نوشتم که اون وقت بگم ولی حالا نمیگم. دلیلش اینه که ایشون میگه من نمیخوام شماره تلفنمو کسی داشته باشه. فیسبوک داشت تا با هم صحبت کردیم فیسبوکش آف کرد، قطع کرد یا منو بلاک کرد. بهش میگم آقا نمیشه شتر سواری دولا دولا. شما نمیتونی فعال سیاسی باشی بعد بگی که من میخوام عکسمو کسی نبینه، اسممو کسی ندونه. خب میشی رجوی دیگه، باید بری تو سوراخ زندگی کنی که بعدم مردی کسی خبر نداره. یعنی شما شدی والا فیلم میگن مرده و زندهش یکیه، خاطر اون آجشه که چه مرده باشه چه زنده باشه آجشو میفروشن. اینا از فیل کم ارزش دارن. خب آقا یکی اومده با تماس گرفته با ما، مجانی بهش برنامه دادیم مصاحبه کرده، فکر کنم حالا که کار پناهندگیش درست شده میگه آقا اون فیلم رو ورش دار جان من در خطره. میگم اولا ببخشید اون نبوده، یه نفر از طرف اون. میگم آقا تو کی هستی یا خانم تو کی هستی به اسم آمریکایی والت فلان اومدی؟ میگه من سازمان کمک به ایرانیانو دارم. میگم ببین من از این آقا نه پولی گرفتم نه کسی براش پول داده، به عنوان کمک به پناهجویان مصاحبه کردم مجانی، زحمت کشیدم فیلمشو جدا کردم براش فرستادم مجانی، برای وکیلش فیلم رو فرستادم مجانی، رفته پناهندگی گرفته مجانی، روزی هم که پناهندگی گرفته زنگ نزده یه تشکر کنه. حالا تو به من میگی برو وردا جونش در خطره، تو واقعا نگران جون این هستی؟ $150 بده تو ما اون ویدیو رو برداریم. میبینی چجور قشنگ میشه امتحان کرد اینا رو؟ جانم فدای ایران، جانم فدای آزادی. بذار روزی برسه، امیدوارم ترامپ احمق این کار رو انجام بده، بگه آقا تو اومدی آمریکا، حالا به من بگو که آقا این پاسپورت ایرانی این پاسپورت آمریکایی کدومشو میخوام؟ دوتاشو نمیتونی داشته باشی، کدومشو میخوام؟ اون وقت من ببینم ایرانی بودنتون چی معروف شد. من با کمال می با کمال افتخار میگم آقا من پاسپورت آمریکایی میگیرم، پاسپورت ایرانی نمیخوام. شما میخوای پاسپورت ایرانی داشته باشی؟ دروغ نمیگی؟ برو بگی
دروغ میگید در هر صورت. اینم از این ماجرا. شطور سواری دولا دولا نمیشه. بیاین فیسبوک مردم تیوی رو بهتون یاد بدم که اگه بخواین میتونید اینجا این قسمت اول تبلیغ شما باشه، یا اصلا ما اینو شروع کنیم به اصطلاح تبلیغای دوستان رو اینجا بذاریم. ببینید الان این قسمت بالا خیلی جالبه ها. من برای فیسبوک نوشتم که ای کاش شما میذاشتید این بالا ما اسلاید شو بذاریم، مخصوصا برای بیزینس ها، و الان این کار انجام شده و این به اصطلاح اسلایدایی که اینجا میبینید برنامه های گذشته من هست. این من و محمد علی ابوقدار و بابک یکتافر، بعد این من و خانم شوره عاصمی، و قبلیش من و آقای حمید کشاورزنیا، این من و حقای بزرگ بزرگ دروغگو، این من و آقای کامران عطابکی، و برید مردم تیوی، این من و آقای تقی مختار، و همین دیگه، اینم من و من، من و خودم. گو کی هستی؟ گو خودم هستم و سایم دیگه. الان بعدیش دیگه برید پیدا کنید. خب اینم از این. و اما سازمان مجاهدین دیگه دوستان رسیده به جایی که به قول معروف مثل سگ نازیاباد قریب خودی نمی کنه. و من خیلی متاسفم که دوستان سازمان مجاهدین مثل آقای فیلابی، مثل آقای غلام ترشیزی، اینا تماس نمی گیرن بگن آقا شما پابلیک ریلیشنتون خرابه. اصلا پی آر یه چیزی که یه مؤسسه تا باز میکنن یه قسمتش پی آره. این پی آر یعنی پابلیک ریلیشن، یعنی رابطه ما با مردم. اینا نفهمیدن شما توی 30 سال گذشته، مخصوصا توی 10-15 سال گذشته دیگه نتونستید ممبر یا عضو جدید کسب کنید، جذب کنید. احمقا این 4 نفری هم که بدون هیچ چشم داشتی می اومدن به شما کمک میکردن، بالاخره یه قدمی براتون برمی داشتن، اینا رو به دشمن خودتون تبدیل نکنید. باورتون میشه من 10 بار به همین مرداد گفتم آقا مگه تو هی نمیگی این بچه ها مال جمهوری اسلامی هستن؟ خب شما مثل قدیم بیا برنامه مجاهدین اینجا پخش کن که ما هم فیر باشیم، هم بالانس باشیم، هم عادل، چی میگن اینجا تعدیلی رعایت شده باشه، همون بالانس هم یعنی موازنه. اگه اونا میان بدی های مجاهدینو میگن، شما بیا خوبیاش بگو مردم قضاوت کنن. 2-3 روز پیش بود گفتم با آقای ترشیزی تماس بگیرم بگم که بابا اینا که میگن اینجوری، یه تلویزیونی دارن اسم گذاشتن تلویزیون آزادی، بدترین تلویزیون، فقط خودشون هستن و خودشون. من یه چیزی نوشتم دیروز زیر نوشته ای که اسم منو بردن، زیر نوشته ای که تلویزیون من رو اسم بردن، بعد میگه فعلا در رفت قسمتی که من میدونم مسئولین هیئت امنا چک کنن. برید گم شید، برید خجالت بکشید، هر کی خوبی نوشته باشه میذارید، هر کسی ایرادتونو گرفته باشه گفته باشه احمق این کاری که میکنی درست نیست، درستش اینه، اونو میندازید تو سطل آشغال. یه مش آدمای میان سال هیچ اشکالی نداره شما میان سال باشید، ولی برای هر کاری باید یه شرایطی داشته باشید. ارتش آزادی بخش یا آدم 60 ساله که نه دندون تو دهنشه، نه ستون کمرا و فقره و اینا همه رو قاطی کردن دیگه. درسته دوستان، من قبل از اینکه این دوستمون این دوربین رو بده و ما ازش استفاده کنیم قرضی، رفته بودم این دوربین قدیمی رو از توی بیسمنت آورده بودم. این دوربینا یادتونه میذاشتیم روی کامپیوتر، اینجوری وصل میشد روی کامپیوتر، یا اون کامپیوترایی که پشتش بلند بود اینجوری. حالا ببینید مثلا من اینجا که نشستم الان میتونم به شما تصویر اینو نشون بدم. ببینید لاجیتک اینم درست میشه. ببینید اینه، یعنی این روزا شما با یه دوربین با 6-8 رو میتونید مثلا تصویر داشته باشید. بعد اینجا مثلا بچه بر رفتیم به اون دوربین. اینم از این. و اما
چون خیلی از دوستان نوشته بودن، گفته بودن که آقا ما دوست داریم حالت شما رو ببینیم. البته یکیشون هم که ادمانا از من مریض‌تره نوشته بود که من دوست دارم عصبانیت شما رو ببینم. خب آقا مریضی اگه دوست داری منو عصبانی ببینی، مریضی. ببینیم کاوه آهنگر چی میگه. دوست عزیز، همه شدن کاوه آهنگر، یه چکش بده بهشون ببین بلدن بزنن. حالا امیدواریم بله. دوست گرامی آقایه، خب چی شد؟ گفت کوروش بخواب که ما هم خوابیم. ها این سعید کاووسی گفت کوروش بخواب، مزاحم نشو، ما میخوایم بخوابیم. ببینیم خانم بهیه جیلانی چی گفتن. خانم بهیه جیلانی میگه سعید قاسمی از فرماندار سپاه پاسداران ایران در سخنانی حسن روحانی رئیس جمهور این کشور را به خوردن مشروبات الکلی و مست بودن هنگام سخنرانی متهم کرد. دوستان این حسن تلویزیون مردم. من یک کلمه گفتم این آقای روحانی الان هست و شاه مرده و نمیدونم مصدق مرده و قاجار تموم شده و اینها، باید فکر. اینم گفتن مست بوده. خانم بهیه جیلانی زحمت کشیدن این قسمت رو فرستادن، من بهتون نشون میدم، با هم میخونیم ببینیم این آقا کجا رفته. تنها عرق خوری و ملت رو نبرده، مگه خمینی نگفت همه با هم عرق خوری هم میرید همه با هم؟ ولی ایشون نرفته. اینجا خانم دکتر بهیه جیلانی، ما قرار بود بعد از انتخابات با خانم جیلانی مصاحبه داشته باشیم، چون ایشون گفت کمی کسل هستم و اینها، ما دیگه مزاحمشون نشدیم، گفتیم خودشون هر وقت خواستن. سعید قاسمی از فرماندهان سپاه پاسداران در سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور را به خوردن مشروبات الکلی و مست بودن هنگام سخنرانی متهم کرد. تاریخ این سخنان مشخص نشده است، اما عبدالله رمضان‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب ایرانی و سخنگوی دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران پنجشنبه 29 جون با انتشار ویدیوی سخنرانی قاسمی از دادستانی خواست پیگیر توهین به رئیس جمهوری شود. رمضان‌زاده در صفحات خود در شبکه اجتماعی نوشته است دادستان کجایی؟ ببینید به رئیس جمهوری چه نسبتی میدهد. در ویدیوی منتشره قاسمی با اشاره به فعالیت روحانی در کمپین انتخاباتی خود او را به مزخرفگویی متهم کرده و گفت که رئیس جمهوری ایران گفته من بندر عباس را به مسکو متصل می کنم. سعید قاسمی با بیان این که ممکن است برای این سخنان محاکمه شود با اشاره به سخنان روحانی گفت زیادی زده بود، دلستر الکلش بالا بود، مقصر نبود. دلستر مثل که یک نوشابه تو ایران، لابد اینایی که عرق مرق میفروشن اینا رو هم قاطی میکنن و نمیدونم. سعید قاسمی از چهرهای اصولگرای تون در ایران به شما میاد و بارها در سخنرانی خود به چهرهای اصلاح طلب و میان رو در ایران حمله کرده است. حملات لفظی او به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانوادهش بسیار خبرساز شده بود. ممنونم از شما، شما اسم رفسنجانی رو آوردید، مجسمه رفسنجانی رو ساختن. حالا من نمیدونم این برای شوخی بود یا جدی بود. بعد هم موقع گفتن مگه تو اسلام نمیگن عکس گرفتن حرامه، مجسمه ساختن حرامه، فیلم ساختن حرامه؟ یکی یکی اینا رو دارن آزادش میکنن. خب ببینیم دوستمون چی نوشته. لینکی که فرستادم سخنرانی ساعد قاسمی است در مورد روحانی. ممنونم آقای علی پیشرو عزیز. و همین دیگه، خوندیم فهمیدیم. ولی این که میگن تاریخش معلوم نیست، بعضی وقتا حتی اگه تاریخ نداشته باشه از اون چیزی که صحبت میکنه شما میفهمید که مثلا اینی که گفته خب بعد از اونی بوده که آقای روحانی گفته من مسکو رو به بندر عباس وصل میکنم. و دوستان بذارید یه چی براتون بگم از این زرنگی آخوندا. زرنگی رو تو ایران شما به دو نوع میتونی تفسیر کنی. یکی پدر سوخته بودن میشه زرنگی، یه وقت هم زرنگ و باهوش و ذکاوت هوش و اینها. یادتونه یه مدت میگفتن که روسیه مایله که یک کانال بکشه که از روسیه یک چیزی به اصطلاح وصل بشه به آبهای گرم دنیا، خلیج فارس. بعد یه عده میگفتن که ایران میخواد یک کانال بکشه اینجوری.
شما اگه من بهتون بگم این آخوندا بدون کانال نفت روسیه رو توی همون بندر عباس، توی بندر بوشهر تحویل خریدار دادن، باورتون میشه؟ یعنی کانال غیبی ساختن، کانال امام زمانی. حالا شما بشین فعال سیاسی دنبال روی آقای رضا پهلوی باش، ولی میگم آقا من اینجا نشستم منتظر تلفن شما، تلفن شما زنگ نمیزنه، میره تو پیامگیر. میگه من 10 بار زنگ زدم. میگم خب شماره تو بده من زنگ بزنم. میگه نه من به خاطر مسائل سیاسی اقتصادی. خب اگه میترسی برو آقا بشین پهلو بچت، پهلو نوت، پهلو زندگی کن. گفت گر عاشق صادقی ز مردن نه هراس، مردار بود هر آن که او را نکشد. آقا منی که هیچ کار هستم اومدم اینجا، اون مجاهد احمق نشسته تو 2 صفحه نوشته به اسم برادر خانم ایرانپور، که نوشته ها معلومه این نوشته با نوشته یه نفر دیگه یکیه. یعنی یه نفر مسئول نوشته، اتفاقا یه نفر گفت آقا این نوشته ها رو قبلا آقای جبارزاده گویا مینوشته، اون مرده، حالا میخوایم ببینیم کی مینویسه، کی اینو مینویسه. هفته دیگه اگر برنامه کانون آوا زنده باشه اینا رو سوال میکنیم، چون میرسیم به جایی که اون برگزاری دوباره همین جشنایی که مش سفید پوست و سیاه پوست رو میارن با پول، بعد از این پرچمای زرد بهشون میدن که شما توجهتون بره به پرچمای زرد، حواستون نباشه بابا این مال اوکراینه، اصلا نمیفهمه اینجا برای چی اومده. اون یکی عربه وقتی اومده اینجا بعد میگه من اصلا فکر کردم یه برنامه برای مصر، یه برنامه برای سوریه است. صحبت میکن در صورت اینم از دوشنبه نیستم، به خارج از شهر سفر میکنم تا کمی از این واشنگتن دور بشم و این نکبت واقعا واشنگتن. البته خود سناتورا و خود نمایندام در مجلس بستن رفتن و فعلا نتونستن اون طرح بد و مزخرف ترامپ رو امضا بگیرن حتی از خودیاشون، و ترامپ هم از دیروز صبح تا حالا افتضاح کرده با توییتایی که فرستاده، حتی خود ریپابلیکن‌ها هم باهاش بد شدن. و من فکر کنم خانم نیر عزیز، فکر کنم این آقای ترامپ به جشن 1 سالگی رئیس جمهور بودن نمیرسه، یعنی کارش خیلی خرابه. دوست و دشمن بهش میگن آقا این توییتر رو بذار کنار، برو بشین اونجا، تو دیگه الان نامزد رئیس جمهوری نیستی، تو الان رئیس جمهوری احمق، هر کاری میخوای بکنی برو انجام بده. و ببین آقای قاسمی کی، منی که خارجی بودم اومدم اینجا شدم آمریکایی، چجور به رئیس جمهور میگم احمق، به رئیس مجلسش میگم نادان فلان؟ بذارید مردم حرفشونو بزنن، چون وقتی حرفشونو بزنن ناراحتشونو عنوان کنن دیگه فعالیت های زیرزمینی و فلان درست نمیشه. آقا حرفشو زده، بعد تازه همه هم میدونن که آقا این سوربی از نظر این ترامپ آدم شارلاتان احمق دوز بیناموس پدر سوخته است. اقلا میشناسن کی به کیه. اگه ترامپ خواست جشنای 2500 ساله بذاره، یه وقت دیوانه شد به جای 250 سال آمریکا یه پشه نشسته بود یه نقطه، البته پشه اینا با خیلی چی باشه که نقطه رو اینا نقطه شون میدونی خیلی بزرگه مثل اوه، یه نقطه بذاره به جای 250 سال آمریکا 2500 ساله رو بگیره، یکی بهش بگی که آها خواستن بگیرن مخالفاشو بندازن زندان، اقلا بدونن میان سراغ سوربی. که اون روز این دوست ما از خلیج فارس در برنامهش، ضمناً برنامه نداره ایشون دوشنبه چون نیستیم، چهارشنبه برنامه قسمت 10 احیالاً عقل بشر رو به شما تقدیم میکنم، من از این بابت ازشون ممنونم. اونجا گفت به هویدا و اینا گفتن بابا اینا رو که میگیرین نبرید بندازین زندان، کاری نکرده، شما میگید شاید این بخواد یه کاری بکنه، خب ببرینش توی خونه ای توی هتل درست حسابی، خرجش هم بدین بعد که تموم شد بفرستینش بره، که این هم بگه آقا کاش که هر روز جشن 2500 ساله بود، کاش که هر روز منو میگرفتن. و ضمناً یه آقای شماره تلفن شما آشناست، این 424 شماره تلفنتون آشناست، ولی من یه چیزی نفهمیدم. منظور شما از این که برنامه ما رو داری گوش میکنی، صدای برنامه رو ضبط میکنی، برای خود ما پیام میذاری چیه؟ آخه پیام گذاشتن یعنی ارتباط برقرار کردن، زنگ زدن یعنی ارتباط برقرار. شما منظور چی بوده از این ارتباط برقرار کردن؟ صحبتای این دوستمون از خلیج فارس رو 1 دقیقه و
52 ثانیه برای خود من پخش کردی، ولی خداییش بهتون بگم باور کنید. گفتم عجب حرفای خوبی میزنه. بعد هی که گوش دادم گفتم آقا این که خودمون پخش کردیم، این که این آقای دوست عزیزمونه از خلیج فارس این برنامه عقلو میخوان شما بشنوید، بشنوید و اگر ندیدید اینو برید برنامه دوشنبه رو ببینید. بله آها من نوشتم سلام، من نمیدونم منظور این بیننده چی بوده، برنامه شما را ضبط کرده و برای من ارسال کرده. خب ما که این برنامه رو خودمون پخش کردیم دوست عزیز و بلد نیستیم. آقا بلد نیستیم، قبول کنیم نمیدونیم تا شاید یاد بگیریم. اجازه بدیم ببینم میتونم پیامر پیدا کنم براتون پخش کنم. اینجوری یه تشکری هم کرده باشیم از این دوستمون که زحمت کشیده. بله اینجا ماجیک جگ این پیام، حتما شما این شنیدید اگر برنامه روز دوشنبه ما رو دیدید. خب دیگه حالا حتما یادتون میاد و من باور کنید اول فکر کردم این مثلا این گوینده رادیو اسرائیلی، گوینده رادیو سامتینگ از یه جایی، بعد گفتم ای این حرفایی که من شنیدم، یکم دیگه گوش دادم گفتم ای این حرفایی که خودمون پخش کردیم. اینم نشون میده سرعت زندگی توی دنیا، فقط آمریکا نیست، چقدر به اصطلاح تند شده که ما بعض وقتا خودمونم یادمون نمیاد پریروز مهمونمون کی بوده، امروز صبحونه چی خوردیم، نهار چی خوردیم و الی آخر. خب دلستر آبجو بدون الکل است، یعنی نخواسته بگوید که الکل خورده. آها خیلی ممنون. اون وقتا اولایی که اومده بود بهش گفتن ما و شعیر، بعد مردم میخریدن خودشون یست و اینا قاطی میکردن بعد سرش میبستن میشد آبجو. دلستر پس اینه. ولی یه چی من براتون بگم، من یه دفعه همون بعد انقلاب میرفتم بندر عباس رو میمدم اینا، رفتم بندر عباس و خدا بیامرز داداشم اون موقع توی همون پادگان بندر عباس داشت دوره آموزشی میدید که همون تو ژاندارمری خدمت کنی، که همین دوستان مجاهد داداش ما رو تو سنندج کشتن. اون وقت منی که داداشم کشته شده توسط اینا، آقای فیلابی گوش کن ایمیلت که بر میگرده از ترس مردم، همین منی که به من گفتن مجاهدا برادرم کشتن، اومدم با شما دوستی کردم، اومدم براتون مجانی کار کردم و واقعا ننگ بر شما، خجالت بر شما. آقای گلن ترشیزی، غلام عزیز، خودتو از اینا جدا کن، اینا لکه ننگن. میدونم شما به خاطر خوبیا و جوونیای برادرت خودت رو مدیون میدونی به اونا، ولی به چیزی وصلی که اگه برادراتم زنده بودن امروز به اینا توف مینداختن و واقعا با توف انداخت تو صورت اینا. کم اومدم براتون تظاهرات جلوی نمیدونم این خانم هیلری کلینتون فیلم گرفتم، کم اومدم تو برنامه اعلام کردم فلان روز خانم شیرین نریما خجالت بکش، همسر شما حسین آقا خجالت بکشید. اینه اگه یه کسی گفت آقا تو آزادی بیا حرف بزن، تو آزادی بیای حرف بزنی، بیام بنویسیم تلویزیون نامردمان پارسا سوربی جیرخار آخون. من ریدم به مجاهدان، ریدم به آخون، دیگه چی بگم؟ الان آقا افشارها میاد میگه آقا عصبانی نشو، خودتو کنترل کن. آخه نمیذارن، آخه پدر سوخته ها، اگه آخون امروز تو ایران هست به خاطر نادانی شما، رفتید آخوندا رو آوردید سر کار، بعد گفتید یه لقمه بده ما، آخونده زد تو کونتون انداختتون بیرون، گفت برو گم شو، تو بچه‌ای، تو جوجه‌ای، ما تو رو بازی نمیدیم. حالا میگید آخوند بده. اون موقع کی گفت خوبه؟ شما گفتید خوبه. ما که آخوند نمیشناختیم که. ما که تو زندان باهاشون نبودیم که. شما تو زندان شما شده بودین بچه‌ای اینا، روی دامنشون مینشستید. برید آقای ترشیزی به اینا بگو بابا این سوربی رو دهنشو باز نکنید، شما که کارتون انقدر خرابه، شما که ورقای سیاه انقدر دارید، اینو من که نمیدونم ازتون باجی بخوام که ساکت باشم. میگم حالا ما که کاری به شما نداریم، برید گورتون رو گم کنید، برو آقای جعفرزاده خوش باش، هر روز برو چلو کبابتو بخور، بعدم برو دم چون این آمریکایی‌ها هی لیست بزن تا دماغت قهوه‌ای بشه. ولی دیگه بابا ما که دیگه شما رو میشناسیم که بزرگتون کردیم. آقای فیلابی با این هیکلش میترسه بگه من مجاهدم،
بابا تو که میترسی چجوری جوانا رو میکشی این ورون ور تو این کشور تو اون کشور؟ چرا بچه های خودتون نیستن جز اینا؟ مگه ما فوش با آخوان نمیدیم چرا بچه هاتون نرفتن جبهه؟ چرا بچه های شما نیستن؟ اینم برای دوستی که خوشحال میشه وقتی من ناراحت میشم. خب بیا بریم عکس خدا رو نشونتون بدم و یه چیزی هم راجع به 4 تا جنرال. خب حتما دیدید که مثلا دوستانی مثل آقای علی ترابی می‌نویسه خدا محبت هست. آقا این خدایی که شما میگی خدای کلیمیا هم هست؟ اگه خدای کلیمیا بوده و خدا محبت بوده، جیزز مرض داشته اومده اینا رو ریخته به هم؟ اون خدا هست یا نیست؟ و اگه همین خدا هست و محبت هست، این مرض داره این محبت رو تو دل مسلمان ها را ننداخته؟ این یه عکس خیلی قشنگیه، نگاش کنید، روی فیسبوک هم هست و یه دوستی نوشته بود، من اینو ننوشته بودم، نوشته که اگر فکر میکنید کشتار و نمیدونم این قوانین و اینها از اسلامه، شما اون قسمتی رو که فکر میکنید برای من بفرستید تا من بهتون نشون بدم که یا توی دین مسیحیت یا توی دین کلیمی ها هست یا از یه جای دیگه، چون نوشته بود اونا هم از جای دیگه آوردن. حالا تو فیسبوک بهتون نشون میدم. دوستان گاهی وقتی بیان فیسبوک ما رو ببینید، لایک کنید، دوستانتون رو دعوت کنید بیان اونجا، یه کاری بکن، حرفی بزن، نازی بکن، چی میگن والا غری بده، اطفاری بده. من بیام اینجا توی این صفحه خودمون سوربی که بزنی بنویسید سوربی، قشنگ چند نفر میاد اونا رو نگاه میکنید، ببینید اونا همه ماشاءالله جوونن، اینا مال ایرانن، اصلا من نمیشناسمشون، میان این آقا رو دوبارم عکس زدیم که اگه با کوچلوار سیاه دیدیمون بشناسی، اگه با کوچلوار سفید هم دیدی بشناسی. حالا میان پایین تر ببینید، بله آقای کاوه آهنگر چی میخواستی بنویسی عزیزم؟ فقط نوشتی دوست گرامی آقایه. بله میام اینجا، بازم آها رسیدیم به این، ببینید نوشته هر کس فکر میکند که قرآن سخنان خداست قسمتی را بگوید، من منشأ آن را در تورات و انجیل و متون قدیمی تر پیدا میکنم. تورات و انجیل هم سخنان خدا نیستند، بلکه از متون و فرهنگ های قدیمی تر انباش شدند. تا کنون غیر از برف و باران و نور و شهاب و سنگ چیز دیگری به زمین نازل نشده است. و میبینید اینجا خدا نشسته روی این عرابه، این افسار این اسفا هم دستشه، یکیش مسیحه، یکیش محمده، یکیش موسا، توی این پشتم نوشته human kind، مردم، ملت، آدم های دنیا، بعد نوشته تمام ما یک خدا داریم. خب البته یه دوستی نوشته بود این خدا مافیایی، والا من مافیا، خدای مافیا با چپیه و اینجوری ندیدم. مافیا بنویسید، ها نوشته بود رئیس مافیا، شما بنویس مافیا باس ایمیجز ببین چه عکسایی میاد. بعد آمدیم پایین تر دوباره همون آقای علی طاهری نوشته خدا محبت است. بعد یکی دیگه نوشته I have two gods، من دوتا خدا دارم، یکی برای روزای معمولی، یکی برای ویکند. آقای اقبال نوشته یکی از دوستانم داشت خوراک و اینها میخورد و تقسیم کرد، بعد گفت تقسیم خدا کرد، خدایی کردم، گفتم آره نمیدونم تو سوئیس خدا هم برف و بارون هم اینجوری تقسیم میکنه، یه جایی اصلا نور نمیاد، یه جایی اصلا خورشید نمیاد، یه جوری کباب میشن. و اما این ببینیم آقای علی دالاس نوشته آقای سوربی عزیز، تا خیلی ها بخوان بفهمن قبل از آدم و حوا انسان ها در زمین بودند و نسل آدم و حوا از کدوم گوری آمده در زمین شاید میلیون ها سال طول بکشه. متاسفانه آنها شخصی درست کردن به اسم خدا خودشان که نسل آدم و حوا هستند، کتاب می نویسن، بعد می گوین خدا گفته بنویسید تا به خواسته های ننگینشان برسن. نمونه بارزش یهودیت که با نوشتارهای خودشون دنبال تمام خاورمیانه هستن و مخصوصا نیل تا فرات. جالبترین نکته این که از همان روزهای اول نسل آدم و حوا خانوادگی در جنگ بودن و قتل و غارت حابیل و قابیل و هنوز ادامه داره و
خیلی ها دین های آنها را قبول دارند و به آن نسل افتخار میکنند. دوستان وقتی من میام اینجا و این لایک رو میزنم، معنیش این نیست که با این چیزی که ایشون گفته موافقم یا مخالفم، معنیش اینه که من اینو خوندم، به دست من رسید. ای کاش فیسبوک یه چیزی اضافه کنه، همینجوری که بله اینو به اصطلاح دریافت کردم، همینجوری که علامت پرچم گیا رو گذاشته، همینجوری که این قلب رو گذاشته، یعنی خیلی دوست داشتنی بود، همینجوری که خنده گذاشته، نمیدونم تعجب گذاشته، گریه گذاشته، عصبانیت گذاشته، کاش یه چیزی رو میذاشت که دریافت شد. I got it, I received it. در صورت اینه. و اما ببینیم که این دوستمون، به به خیلی هم خوب. خب دوستان عزیز، و اما فیسبوک صفحه مردمم بهتون نشون دادم، آقای روزبه مشکین قلم یا مشکین خط، چون یه مشکین قلمی هم داریم، مال شیراز هستن، قبلا باشون مسابقه کردم، به زودی با ایشون خواهیم بود و همین دیگه. اجازه بدید فقط حالا بریم سراغ فولدری که براتون توی قسمت تلویزیون مردم گذاشتم. ما الان چند سالی هست که این کاغذها رو کم کردیم و بیشتر با کامپیوتر کار میکنیم و بعضی روزا هم یاد اون روزای قدیم میفتم که ای کاش هنوز با اون سیستم پوشه و کاغذ میمدیم، چون اون حسنش این بود که چیزایی رو که میخواستی به ترتیب باشه میآوردی میذاشتی بالا، زودتر میگفتی، ولی اینجا چون گذاشتی به ترتیب زمان گرفته، دیگه ما هم نمیریم شماره گذاری کنیم و اینها، مشکل شما نیست، مشکل منه. بله اینجا اولین خبر، یک فرمانده سپاه روحانی را به خوردن مشروب که دربارش خوندیم و خانم بهیه جیلانی و آقای علی پیشرو پیشتاز اینم صحبت کرد، به اصطلاح نوشت. و اما درباره کامنت یا نظر خانم نیر خوندم. نیر خانم اشتباه میکنید دوست عزیز، اینجوری نیست که اینا میگن، میگن شما ببین تو این حرفایی که میزنه، اینجا میگن بین خطوط رو بخونید. الان دیگه رسته به یه جایی که بین صحبتایی که میگه شما باید ببینید چه کارای انجام میده و این آدم یه آدم شارلاتانیه، این آدم یه آدم زنباره است، این آدم یک آدم نخه. حالا ببینید یکی هم تلفنی، ببینید الان من با وجودی که رو برنامه هستم تلفن زنگ میزنه، من رو وایبریشن گذاشتم میفهمم، ولی دوست عزیزی که شما 10 بار زنگ زدی چون سیستم تلفنت یک کاری کردی دیگه هیچ که نمیتونه ببینه، اینا میفسد رو وایس میل، من نمیدونم چرا. یه چیزی این دوستمون نوشته، مردک گفتار عقل تقدیم میکنه، میگه که بذارید این گروه، که کلمه گروه نه گروه و دسته ایرانیه، کسایی که توی کاری استاد میشن بهشون میگن، بیشتر تو این کارهای معنوی و اینها، این آخوند رو ببینید یا حالا هر چی که اسم میذاره، چون هر کسی just 3 days ago they came and asked me. نه صبر کنید، هر کسی عمامه داره و عبا میندازه بعدش بگیم آخوند. پس این کشیشای مسیحی هم همه آخوند هستن، چون یه چیز رو سرشونه، یه ردایی هم میپوشن. پس این رباها هم همه آخوند هستن، فقط نمیدونم. این نگاه کنید، اتفاقا پیرن منم امروز با پیرن این همرنگه، ولی به دیدنش میارزه. چند دقیقه بیشتر نیست، گوش بدید به دوستم. میگم چرا به این میگی مردک؟ مردک که توهینه و این حرفاش درسته، میگه برای که اینم خودش نگه داشت و همه چیز رو نگفت. اینم از این، بشنویم با هم. Someone just 3 days ago they came and asked me, Sadhguru, my job is too much tension, I can't bear it, so I bless them, may you be fired. میگه یه نفر 3 روز پیش اومد به من گفت این شغل من خیلی منو اذیت میکنه، گفت منم گفتم که امیدوارم که اخراجت کنن، گفت نه 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 نه. بعد حالا دنبالشه که میگه، یعنی میخواد از ذات بشر صحبت کنه، میگه کار میکنیم ناراحتیم، کارمونو از دست میدیم ناراحتیم، نمیدونم. بعد آخرش میرسه به یه جایی که میگه که اگه شما تنها هم که هستی باز مشکل و مسئله داری، یعنی خودت با خودت مشکل داری. این مشکل ما بیشتر ایرانی ها همینه که حتی خودمون رو هم نمیتونیم تحمل کنیم. بفرمایید. What's the problem? If you have a job you're suffering it, if you lose your job you suffer it, so you better look at it, this is not about the job. خب
Right now, we need to understand this. Your tension, your stressfulness has nothing to do with the job or the work or the business situation that you're conducting. It is your inability to manage your own mind. میگه این سختی ها، این مشکل ها کاری به کارتون، کاری به زندگیتون اینا نداره. این مربوط میشه به ناتوانی شما که نمیتونید کنترل کنید. همون چیزی که اون دوستمون در قسمت عقل بشر میگه و همونجور که گفتم این دوشنبه ما تعطیلیم، ایشونم آدیو نداره، چهارشنبه که میان با آدیوی ایشون شروع میکنیم. Your body, your chemistry, your energies, you're not able to manage this human mechanism. Because there is friction within, every job seems to be stressful. You just look at the world, any kind of job people are complaining they are stressful, isn't it? See, if people are poor, they suffer poverty. You make them rich, they suffer taxes. They... میگه که این نشون میده شما مکانیزم انسان بودن، مکانیزم بدنتون و اینها رو هنوز نتونستید یاد بگیرید و ازش به نفع خودتون استفاده کنید. بعد میگه نگاه کنید، اونی که فقیر پول نداره از فقیر بودنش ناراحته، اونی که پول میسازه از اینکه پول ساخته باید مالیات بده ناراحته. من فکر کنم انگلیسی همه شما بهتر از ماها باشه که توی آمریکا هستیم چند سال، چون ما اینجا همش مشغول کار هستیم و با کسی صحبت نمی کنیم، ولی شما ماشاءالله تو ایران همش نشستید تلویزیونای آمریکایی فیلمای جدید نگاه میکنید. If they're not educated they suffer that. Put them to school, endless suffering. If they're not married, they suffer that. Get them married. میگه اونی که بیسواد ناراحته، میفرستیش مدرسه سواد یاد بگیره ناراحته، اونی که مجرد ناراحته، زن میگیره ناراحته، شوهر میکنه ناراحته. حالا میبینی مردم هم میخندن، اینم گوینده که باش مصاحبه میکنه. I won't say anything. So this is not because there is something wrong with your life situation. Your inability to manage this. If you know how... دوباره همینو میگه، میگه این معنیش این نیست که یه چیزی به اصطلاح یه مشکلی هست با زندگی شما و اینها. این شما نشون میده شما قادر نیستید یا ناتوان هستید که منیج کردن، یعنی کنترل، اداره بدنتون، تصمیمهای زندگیتون و الی آخر. بسه، حالا اگه خواستید اینو رو فیسبوک هم میذارم، ولی نه بذاریم تا آخر بره دیگه من حرف نمیزنم. To manage this, I'm saying, have you invested any time as to how to manage this one? If your mind took instructions from you, would you create stress or bliss? If your mind took instructions from you, would you create stress or bliss? Definitely bliss. So obviously your mind is not taking instructions from you. People come to me like this, any number of people. Somebody comes and says, oh, my boss is horrible, I can't bear it. My wife, she is terrible. My husband is unbearable. My mother-in-law, impossible. So I say, you come, don't worry. You come with me, you stay with me. Your husband, wife, boss, mother-in-law, nobody will enter this place. I will give you a nice place to stay, good food to eat, nothing to do. You just have to be joyful, that's all. Once in a way, at random, I will check you and you must be joyful. If you're miserable, I don't believe in feeding misery. But you will see within 24 hours in how many ways they twist themselves if they're alone. See, if you're alone and you're miserable, obviously you're in bad company, isn't it? این خیلی جالب بود دوستان. If you are alone and miserable, یعنی اگه تنها هستی هنوزم ناراحتی، obviously یعنی حقیقتا شما در حضور bad company هستین، یعنی اون کسی که باهاش هستید آدم بدیه، خودت هستی دیگه، تنها هستی. در صورت علی میپرسه که مشکل من این شده که یک مرتبه یکی از پست های سلطنت طلبها را لایک کردم، تمام فیسبوکم شده اراجی به این جماعت، چیکار کنم از دستشون خلاص بشم؟ هی از رو دست هم کپی و شیر میکنن، هی از رو دست هم کپی و شیر میکنن. آقای حمید نصیری باید بیای هفته 10 دقیقه 15 دقیقه 4 تا مشکل، یکی همین مشکل علی، فیسبوک بهش نشون بده، بهش بگو عزیز من اگر سوربی برد یه چیزی فرستاد و تو نخواستی برو این بالا بگو که این نوتیفیکیشن آف،
اگه دوباره برات فرستاد بلاکش کن. اینا رو ما باید یاد بگیریم و اینا زود یه فیسبوک واس کنیم اون برای اون بفرسته. امروز به دوستم گفتم آقا ببین مثل که شما گوش نمیدی، اگر دو تا یا سه تا پست دیگه برای من امروز بفرستی من بلاکت میکنم. گفت چشم. گفتم چشم روشن، ولی میدونم دوباره طاقت نمیاره. آقا قرار نیست شما هر چیزی رو که میبینی بدونی که بخونی یا تماشا کنی برای من بفرستی. این نیست فلسفه فیسبوک، این فلسفه تلگرام نیست. ما داریم حتی از این سایت‌های اجتماعی دوستان عزیز ببخشید آقای افشارها بنده خدا عجبا این آقای آخوند هندی کار ما رو خراب کرد. آقای افشارها ازتون واقعا عذر میخوام، ما وقتی درگیر صحبت میشیم ببخشید سه دقیقه الان داریم بیش چهار دقیقه کم کم کاظم افشارها عذر میخوام از شما آقای افشارها سلام ازتون عذر میخوام. این وقتی ما اینجا گرم صحبت میشیم یادمون میره یه دفعه ساعت باید باید چیز بذارم به اصطلاح آلارم بذارم که من خبر بده دیگه. به هر حال ما معلمین وقتی گرم صحبت میشیم همه همینطور. بله اولا ماشاءالله به صورت و شمایل شما که بعد از این ماه رمضان هم نورانی تر هم جوان تر شد. الله شکر خیلی ممنون آقا. والا بنده چیزی نمیبینم. تعارف نمیکنم. نه عکس ما که میره توی دستگاه و عکس شما را هم به اصطلاح الان میدیم به کامپیوتر، بعد اونجا دوتامون در کنار همدیگه هستیم. برخان من خواستم مطمئن باشم که ارتباط برقراره. بله ارتباط برقراره. دوستان عزیز با آقای دکتر کاظم افشارا هستیم در برنامه. خودم گفتم دوبارم گفتم که امروز با ایشون هستیم به خاطر ماه رمضان، چند هفته ایشون تشریف نداشتن، خوشحالیم که باز هم هستن. اجازه بدین من از اون خانواده‌ای که 5 تا برنامه‌ی شما امروز و 4 برنامه 4 جمعه رو در ماه جولای حمایت و سپورت کردن تشکر کنم. ضمناً از دوستانم میخوام و آقای افشارها بهشون گفتم، گفتم آقای افشارها فکر نمی‌کنم احتیاج به پول و حمایت شما داشته باشه، ولی وقتی شما حمایت می‌کنید نشون میدید به طرف که ما برنامه شما رو دوست داریم و اونها با دلگرمی بیشتری میان. من بیش از این صحبت نمی‌کنم و مثل بینندگان پای صحبت شما میشینم. هر وقت هم اجازه دادید یه سوالی دارم در رابطه با این میتینگا و کنگره آمریکا و اینها از شما میپرسم. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان بفرمایید. همه چیز اوکی هست قربان؟ صدا همه چیز اوکی؟ رو به راه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله الطیبین الطاهرین. با سلام و درود بی پایان بر موحدین عالم، یک تا پرستان جهان، معتقدین به مالک یوم الدین با هر دین مذهب آیین و روشی که دارند، با تجدید عرض تبریک و تهنیت به مناسبت عید سعید فطر به روز گذاران و معتقدین محترم به صوم و صیامات دینی، و با تشکر فراوان از خانواده محترم بخششی تفرش از برای حمایت و ساپورت کریمانهشان از برنامه کرپا. اما جناب آقای سربی در برنامه امروز من تری دارم که گوشزد و یادآوری به یکی از این آقایون به نام آقای حمید میرزا آقاسی که ایشان به غلط به عنوان اسلامشناس در بعضی از جاها ازشون یاد می رود، ایشون از نظر تکلیف شرعی یک مسائلی یادآور بشن و بعد هم ازشون بخوام که اگر لازم بود تماسی بگیرن یا اجازه بدن بنده تماسی بگیرن تا در این مورد صحبتی داشته باشیم. من در هفته دو هفته قبل تبرک می کردم درباره برنامه های مردم تیوی. ملاحظه کردم در اکتبر 1914 ایشون با حضرت عالی یک صحبتی داشتند. در اینجا یک دو تا کفر علن ایشون گفت که لازم هستش هم برای
روشنایی ذهن بینندگان آن زمان و هم برای خود ایشون عرض کنم. چون گفتار بسیار است خیلی سریع عبور میکنم، فقط اون تایتل و عناوینش رو عرض میکنم تا مفهوم روشن‌تر بشود. ایشون اولا در مورد تفسیر تعدد زوجات مسئله گفتند. ببینید آیه سوربی در همین جا من به صورت بین الحلاله بین برکه یک مسئله عرض بکنم که عده‌ای در دنیا، افرادی در دنیا این حال لادین اند ای اعتقاد هم و یعلا خیر العمل و به هر حال با قول خود ماها عرضم بودون علم و سهلم با زندگی خودشان کش عده‌ای هستن کاملا به اعتقاد کاملا اصلا ضدیت با اعتقادات دارن، اونها هم میل خودشان و رایگانشان با بعضی افراد متدینن نرمال معمولی، بعضی افراد یک عناوینی رو به خودشون استاق میکنن متصل میکنن. یک از کنم مرشدی چهار تا مرشد بچه یک زمانی جمع کرده اینها رو نور دوره همین چی دالا به چه حسابی و کتابی بگذاریم. این آقا رو من خاطرم هست در اون زمان دیدم که آن مرشد ایشون رو به عنوان فردی که درباره اسلام نظر بدهد، حالا به ای نه به هر دلیل آورده بود، و ایشون در اون جلسه بنده دیدم که درباره تعدد زوجات کفری گفت که نتونستم از این عبور بکنن. ایشون با نهایت بی اطلاعی و با نهایت عرضم بودورتون تکبر لفظی و یک به اصطلاح مشهدی ها غیر سر گردنی صورت حق به جانبی گرفتند و گفتند بچه از زن دوم حکم زنا دارد. خاک من بر سرم که اینطور افرادی در این بر دنیا اسلام شناس معرفی شدند. جناب آقای سوربی، در دین حنیف اسلام طبق نص صریح قرآن اصلا تک زوجه‌ای بعد از شرایطی پیشنهاد شده، اگر نه در عرض کنم آیات شریفه 3 و 4 از سوره نساء می‌فرماید لنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا فَإِنْ خُفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. خداوند سبحان در قرآن کریم از دو شروع می کند، می فرماید مثنا و ثلاث و ربا. آقای آقاسی، خدا انشالله که از سر تفسیر و تفسیر شما بگذارد، و آقا اگر اعتقادات مذهبی دارید که بنده اونه قدری زیاد هم تردید دارن در این مورد، باید شما قسل توبه بکنید. آقا چرا میگید بچه از زن دوم حالت زنا دارد؟ لا اله الا الله. اگر شخصی در آن باید کار نداریم که این دور زمان همه یکیش هم نمیگیرن یا زیر همه یکیش هم میمونن، اما شما دارید تفسیر شرعی میکنید. آقا در آن واحد یک مسلم میتونه چهار نفر رو بیاره در آن واحد بگذره و با یک عاقل عقد کند، چرا شما حکم لعان میدید؟ آقای آقاسی به فرزند ارزم به حضورتون زن دوم میگوید این زناست. توفو بر تو ای روزگاران توفو که به روزگاری قرار گرفتیم که این آقایون رو. بعد هم اشخاصی میگن آقای فلانی رو بیارید حمید آقاسی رو اسلام شناس. توبه کنید آقای آقاسی. در اهل سنت جناب آقای سوربی که منحصرن اینها از نفس سری و سنت پیامبر رسول اکرم صلوات الله علیه پیروی میکنن، اصولا یکی آره است. مگر عرض کردم نتونن اینها تعدیل و تعادلی داشته باشن، آنگاه یک دونه، اگر نه از دویه. ولی همون اسلامی که اینو میگه میگوید اگر مردی به خطا رفت که تمام این مردانی که به هر حال مخالفت دارن با دو زن و سه زنی همه اینها عرضم به حضورتون که خطا میروند بلا استثناء، همون اسلام میگوید رجم کنید، سنگسار کنید کسی زنداری رو که این کار رو میکنه. خانما توجه داشته باشن به این نکته. اکثر مردها به ضرس قاطع 99% زیرابی میزنن اگر بتوانند. و
ولی اسلام میفرماید میتوانی دو سه چهار بگیری با رعایت تمام جوانب شرعی و اون اعتدال، و لیکن حق نداری دیگر زیرابی بزنی. دیگه لازم نیست برای این موضوع با مثال بیاریم، برای که از آفتاب روز هم روشن تر از این نکته. بنابراین این اولین کفری که ایشان بیان کرد، تفسیر غلطی که کرد، البته خوشبختانه اینها زیادن شنونده ندارن، ولی در مجموع آقای آقاسی شما بسیار بسیار کار زشتی کردید. میگید هر کسی بیاد تفسیر خودش از قرآن بگوید، این چه غلط علمی دیگری است. مثل این میمونه که بنده بیام بگم آقا هر کس بیاد تفسیر خودش از انتگریسیون مرتبه سوم بیان بکنه، یک دانشمند اتمی بیاید بگوید آقا هر کس بیاد تفسیر خودش از انفجارات اتمی بگوید، مگر هر کسی میتونه هر تفسیری رو بکنه؟ آقا آقای سربی، زبان قرآن کریم عربی نیست، زبان قرآنی است. حتی خود اعراب، مگر نه اینی که اینها بزرگ دینی دارند به نام فقیه به اصطلاح مطلق عربستان، فقیه طراز اول عرض کنم که الازهر، این معناش اینی که این تفسیرات به همان اندازه‌ای که برای یه فیزیشیان تجارت اتمی کار عرضم به حضورتون که علمی است، این تفاصیل و این مسائل هم علم است. این طور نیست که هر کسی بیاد نظر خودش بگه، هر کسی هم نظر داره برای خودش محترم، اما اینی که کسی بیاد تفسیری بکند، خیلی این طور مسئله نیست. هر چیزی عالمی دارد که بایستی از اون تبعیت کرد و توجه داشت در آن محدوده بخصوص. بنابراین این اولین مورد بود که میخواستم بگم. دومینش این هستش که انشاءالله ایشان هر زمان حضورتون که غرق گفتار عرض کنم نادرست خودشون شده بودن و به هر حال این مسئله رو گفتن که من لا مذهبم، انشاءالله اینطور نباشد. ولی آقای میرزا آقاسی، اگر مختصری از منطق شما اطلاع داشته باشید، دین بی مذهب امکان ندارد، ولی مذهب بی دین امکان دارد. این نشان میدهد که شما از مقدمات حتی منطق و فلسفه هم دور هستید. آقا من میخوام برم به آفیس آقای سربی، آیا بدون دانستن اون مذهب و مشرب و مرام و جراحی که من بایستی شارعی که باید برم میتونم برسم به آقای سربی؟ آقای سربی جواب بفرمی به من، امکان داره؟ نه دیگه، باید بدونید کجا میخواد. باید بدونم چه کار دارم میکنم. آقا شارع و مذهب یعنی راه و روش و مذهب و مشربی که باید پی کنم تا به وظائف یک مسئله دینی یا تقرب به اون الله یا اون عرض کنم خدایی که قبول دارم برسم و نزدیک کنم خودم رو. آخر این چه حرف خلاف منطق و عقلی است؟ خدا شاهد آقای سربی، من گاهی از اوقات در این بر دنیا میدم یک سلحفه، حالا سلحفه رو تورتل چی میشه آقا به زبان انگلیسی؟ چی؟ تورتل سلحفه یعنی لاک پشت. به والله اینا از سلحفه، سلحفه در اصطلاح اسطوره ها میگوین مادون خر است، یعنی از اولا از نظر عقلانیت پایین تره، از غریزه بگذاریم که جز ذات است. یعنی ولی میگن همین سلفه به معنی که احساسی خطری کمبودی نابودی بکنه فوری میره تو لاکش. آقا خجالت بکشید، اگر چیزی نمیدونیم مگر مجبوریم بیرون اظهار فضل بکنیم؟ شما چطور میگویید من مذهب ندارم؟ اقیافه یا میگیرید آقا اگر مذهب ندارید پس شما چجور حتما انشالله با تردید میگن نماز میخوانید؟ شما اگر مذهب نداشته باشید دست بسته میخوانید، دست باز میخوانید؟ در وضو گرفتن از چه روشی پیروی میکنید؟ مگر دین بی مذهب میشود مرد که شما این اعلام غلط رو انجام میدید؟ دوستان عزیز، مذهب به دین میشود. انسان بره همطوری تو خوابون را بره مذهب میکنه، را میره شاره خیلی میکنه، اما اگر خواستید به جایی برسید که آنجا می شود از بودون مقاصد دینی، مطمئنن شما بیستی مذهب داشته باشید.
به زبان منطق و ریاضی هر دینی لزوماً مذهب لازم دارد، ولیکن هر مذهبی لزوماً دین لازم ندارد. یک آدم ماتریالیست هم مذهبی روشی دارد، ولی خب دینی آنچنانی که ما معتقد هستیم ندارد. خیلی خیلی ببخشید آیه سربی بنده این مسئله میگم، مزخرفات و خرافگویی های دیگری این شخص داشت که اگر لازم بود بنده تلفنم اینترنتم همه در خدمت هستش صحبت کنن، اگر نه آقا زبان بریده به کنجی نشسته است و من بود دست کسی که نباشه زبانش در بود. بروید آقا در همون محدوده هایی که عمل میکنید مصاحبه بکنید با زنان فاجره فاسقه درباره مسائل اندام تحتانی. شما را نیامده است که تفسیر بر کلام خدا بگذارید و زبانم خاک بگیره که شما بگید آقا بچه دوم حکم زنا داره. چی فکر میکنید آقای آقاسی؟ میخواهید خود را شیرین خانم ها بکنید؟ آیا ترس و واهیمه ای دارید؟ نکنید، تفسیر نکنید آقا. این را من وظیفه دینی، وظیفه اخلاقی دیدم که به این شخص بگویم و ضمناً با آن افرادی که به غلط ایشان را اسلام شناس می دانند. ایشان نه تنها اسلام شناس نیستن بلکه خیلی دلی درس رو پوزه شدن، ولی در کارهای اجتماعیشون موفق باشد. مشابه هر عرضم به حضورتون که مسیحی، یهودی عزیز، مسلمان محترم، مشابه هر کس دیگری تفسیر نکنید. این مورد اولش بود. مطلب دوم درباره این آقایونی هستش و خانمهایی هستش که در خصوص عرضم به حضورتون کارهای سیاسی، به قول مرحوم مصطفى الممالک، قبح واقعا از قباحت رفته دیگه. نمیدونم چجوری جریان شد. خوب کوششگرای قیامهای خیالی مخملی ایرانی به شخصیت و توانهای خودشون اشاره و تیکه بکنن. آقا نه اینه که بگن نمیدونم با 4 تا سناتور، با نمیدونم 5 تا شهردار، نمیدونم رفتن و جلسه کردن. آقا خجالت داره این کارا، بیش از این آبروی خودتون رو نبرین. جناب سربی، انگلیس ها مثالی دارن، میگوین که کسی که با همه دوست است با هیچ کی دوست نیست. این آقایون نماینده ها و سناتور ها و افراد امثال این کارهای اجتماعی سیاسی دارن یک لبخند مسخره همیشه دارن به معنی که آقا ما با همه دوستیم. والله شهد الله با هیچ که دوست نیستن. اینها فقط و فقط به مسائل عرضم به حضورتون مادی و شهوانی خودشون در وهله اول فکر میکنن و بعد برای تکاثر مال و سلام. هیچ نظر دیگری ندارن، هیچ نظری، مگر آن کسانی که نظر اصولا به دنیا نداشته باشن یا اگر دارن به اندازه زندگی معمول باشن. ما میگوییم انما الحیات الدنیا لعب و ملح، 50 سال لعب و لعب کن آقا. من هرگز نمیگویم پاپ که از اول زندگیشون اینا مثل همین جوانهای 20 ساله هستن. آقای سربیگاه شما ملاحظه میکنین جوانهایی هستن مال این فرقای خاصیانیان، اینا به مختزای خب کارمون گاهی میگیم یاد بودم در صحبت میکنیم، اینا بچه های بسیار مؤدب، تمیز، شیک. و از اینها من میپرسم که آقا شما ها ارتباطتون با جنس مخالف اینها؟ میگن بزرگترین سینه، بزرگترین گناهه. 22 ساله اینا ازدواج میکنن، زندگی های مرتب اینا دقیقه اولی تو روش کردن، میان تا بعد میشن 70 سال 80 سال 60 سال میشن آنچنانی. یا خطا این نمی کنن یا اگر بکنن به حد اقل است، اون تفکرشون نیست، سیبل و هدفشون نیست. افرادی که در جریانات اجتماعی فعالیت هایی میکنن اکثر قریب به اتفاق به فکر تکاثر مال، شهرت های ارزم به حضورتون دل خوش کنن که خودشون و مسائل مادی هستند.
زیاد به این سناتور و فلانی حرفا دوستان، آقایان، برادران، خانمهای مجاهد یا جناب آقا رضای گل توجهی نکن پسر جان. جناب آقای صلوی، من اعلام میکنم که این پسر آق والد است، یعنی پدر این شخص اینو آقش کرده است. کار نداری مادرش دو تا تخت گذاشت که مصر رو بعد از خودتون گفت بیا قسم بخور بگو من میخوام شاه باشم. ایشون آق پدر است. علت خیلی واضحه، شاپور غلام رضا برادر اندر ایشون بود، اردشیر زاهدی دامادش، اینها پاشونو به امریکا نگذاشتن چون دیدن با این شخص ایرانی که ما اینجا در مقابل امریکا یا مظلوم خطابش میکنیم چه آوردن، چه به روزگارش آوردن. فردوسی رو که قبول داریم، میگوید پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشی. خجالت بکش آقای رضای گل بچه، 40 سال است از 18-19 سالی ادامه‌دی در امریکا، تکس میدی، زندگی میکنی، سینت رو سفر میکنی، کرش میکنی، نوکرشون میشی، کسی که با پدر دون رفتار رو کردن. باز هم صد رحمت به همون برادر اندر که پاشو نگذاشت اینجا. این اندازه غیرت داشتن، این حرکت امریکایی ها با سمبول و به حساب رس اون مملکت کردن. در حال این هم یک ایرانی بود، یک شخصی بود که کاری کرد، زندگی که اصلا میگم یک ایرانی معمولی. آیا باید این قرار امریکا میکرد از اون دقیقه اول تا اون آخرین لحظه؟ بازم خدا پدر و مادر بعضی اشخاص دیگر رو بیامرزه که نگذاشتن ببرنش تو قفس بذارن، نشونش بدن، پول بگیرن برای نمایشی به مردم. این امریکا تا اینجا پیش رفت برای پدر این شخص. فقط حالا میاد اینجا دکمه میبنده، صدا صاف میکنه که چی که نمیدونم. همین یارو آقای به قول فرمایش آقای صربی که میگوید دارو پیرمرده لایشتر 80 سال آقای مکین و این اون صدا صاف میکنه و دل به اینها خوش میکنه. شرم بر ما ایرانی اینجایی باد. آن کسانی که اینها رو دل بهشون خوش کردن. به مسئولین و مجریان گداخانه آریایی هم میخواستم یک مسئله بگم که پیشا پیش پیروزی انقلابی خودشون هم دارن همواره ترانه پخش میکنن و جشن گرفتن بهشون بگم. آقای صربی توجه به این شعر بفرمایید. شاعر میگه گر گدا پیش رو به لشکر اسلام بود، دشمن از ترس تکدی بدود با ماچی. متوجه این معنا شدید آقای صربی؟ در لطف توضیح بدید. من هیچی ندارم باز روی این صفحه، در حال ایرادی نداره. عرضم به حضورتون گفت گرگدا پیش رو به لشکر اسلام بود، دشمن از ترس تکدی برمد تا ماچی. آها حالا فهمیده. یعنی دست بردارید آقا از گدایی، خجالت بکشید، کاغذ نرم بذارن جلوت بگیم نه این 100 دلار داد، حسین 50 دلار داد، یک لقمه یک کسی پیشتون پرت میکنم بریم خوش باشین. اگر مردم مادن دنبالتون گفتن آقا درست کنید. یک آقایی هستش به نام آقای دکتر مداری تلویزیون داره به نام دیدار، اگر که من آدم از 10 سال 20 سال نمیدونم چقدر هستش داره میچر، یک بار نگفته پول بدین. آقا جان میتونی انجام بده؟ نمیتونی راتو بکش برو. شما نوچه و عرض کنم تروبچه اون سکویی بودی، آمدی با اون حرفه چون گفتی چرا او تر ما نکرد، تمام زندگی تو گذاشت، خارتم دیر خواد کرد، حالا فقط کاسه گدایی برداشتی. آقا خجالت بکشین. بچه هم میدونه که دینتو علال مدعی کسی که ادعا میکنه باید دلیلی بیاره. شما میگی بیا پول بدین و بعد میگی دلیل بیارین که چرا پول نمیدین. تو دلیل بیار که چرا پول میخوای بگیری. مگه کسی اومده دنبالت گفته آقا این نمیدونم گداخانه رو دایرش بکنه که دم به دم میگه آقا پول بدین؟ 4 تا بچه گدای دیگه یه میان اونجا تو همش عرض کنم که شاهگل صحبتاشون شده یه پول بدین که این صدا خاموش نشه. به درک من نارک خاموش شد. جواب بدید آقا. یک مشتی ارزم به حضورتون افراد تربیت شده برای خودشون دارن که یه بیان اونجا صحبت کنن، یک کلام حرف درستم جواب نمیدن.
هر روزم یک نو تروبچه درست میشه، نمیدونم سعید احمدی حسن اینا رو میارن و یک دفعه نگاه میکنین میبینین آدم بزرگ اون رقاصه میشود، نمیدونم مشرح سیاسی، نمیدونم یک تازه وارد به امریکا، که واقعا باعث ننگه برای این کسانی که در این طرف دنیا هستن. ما به اینا بدبختا چقدر قطع رجال قطع نساء، هنوز زنه نیومده عرق تنش خوش نشده در ترکیه، میشه منم نمیدونم چی شرزبانوی نمیدونم جنگاور رو میشونم به چرت و پرت گفتن. به هر حال امیدوار هستم که اینها هم آقای سربی ارشاد بشن و اگر میتونن بچرخونن تفضل بفرمایید انجام بدید، اگر هم نمیتوانید عرض کنم گورتان را گم کنید، همانطور که ما اگر کسی حمایت نکند گورمان را گم میکنید. معلوم شد کسی نمیخواد در برشته میگیم آقا مستالا خدافز، اگر هم برادری خواهری خانواده امر فرمودن گفتن آقا بیان میگیم رو چشمم، بگو وظیفه شرعی اخلاقی اجتماعی در خودمون احساس میکنیم، میگیم حالا خیلی خوب حالا از حقوق خودمون میگذاریم، ولی خب اگر یک حقی باید در جایی بدن بدهید و ما هم مزاحم بشویم و عرایض بکنیم. اینم از این آقایی که به حال تلویزیون ارزم به حضورتون که ایران گدایی، نمیگم تلویزیون، گداخونه ایران رو به کار نبرید، ایران نفس مقدسی است، گداخانه آریایی، این خیلی زیباتر براشون پیش میاد. عرضم به حضورتون برای این آقا رضای گلبچه هم ما گفتیم که در مجموع ای مرد آقا والد پدر ازت راضی نیست، برو خیرات کن مبرات کن بنده خدا، برو توبه کن راهتو بکش، برو پدر جان. کسانی که این روزگار به سر اون شخص در آوردن اگر یک آدم عادی هم می بود دیگه تا هم داشت نگاه نمی کرد. وای بر تو که آمدی حالا اینطور به اصطلاح از کنن دستمال زیر بیزه اونها هم پهن میکنید و استمالت میکنید. بگذاریم روزگاریست انما دنیا فنا اون لیست دنیا سبود، انما دنیا کبیت و نسجت تل انکبود. این دنیای 50 ساله آقا رضای گربچه درست مشابه همین خانه ایست که انکبود برای خودش بسازه. اون از کنم که رأس المتکدیان یعنی اون مهدی ارز کنم که وطن نخواه، اون ابله میگوید همینطوری آمدیم همینطوری میریم، بعدم لاشه میریم میریم پیکارمون. تو که مرد حسابی اسم رضایه و دیگه چیزهای از دین بفهمی، زود این زمان میگذره. در مجموع به فکر همه چیز باش که این دنیا خیلی هم با ثباتی نیست. پدر رو راضی کن از خودت. جناب آقای سربی اینها خیلی هم این آقای عرضم به حضورتون که آقا میگی توی همون عرض کنم که گداخونه آریایی همش میگه بخندی خوش باشیم برقصیم، آجون به اندازه خودتون صحبت کنید و توصیه بدید. نخیر، ما این مسائل رو نداریم، خنده هم به جای خود، گریه و استغفار رو عرض کنم که تسکیه روح و روان انسان هم به جای خود. ما با خودمون میگوییم خداوند سبحان در آیه شریفه 82 از سوره مبارکه توبه میفرماید ولیز حکو قلیلن ولیبکو کسیرا جزا هم به ما کانوی هستم، کم خنده کنی بیشتر گریه کنید. توجه داشته باشید آقا، هر مکتبی تربیت خودشو داره، لازم نیست شما به مردم توصیه بکنید این، چون نه دکترید نه پزشک روانی نه عقل و معرفتی دارید در این مورد. خودت برو بنده خدا، خودت میگی بخندید و خوش باشید، صورت از هر شکلی کریهتر است از بسی که زجر درون دارید. من یادتون هست در اون جلسات اولی آقای سلبه به شما عرض میکردن روز یکی ساعتی حداقل باید بخندی، حداقل. و بعد که حضرت عالی صحبتی فرمودی تأکیدی بر این نکته گذاشتید گفتم ولی یادتون هم باشد که خیلی بیشترش انسان
در مورد موارد متعدده روحی، روانی، مذهبی، فکری، اجتماعیش باید یکو باشه، گریه بکنه. حالا نه اینه که های های بکنه شما، ولی توجه داشته باشین که زیاده از حد نسخه پیچی نکنیم. آقا برید قدری مسائل و چیزهای متعدد رو مطالعه داشته باشید. جناب آقای سربی، زمینی که مجدد هم اعلام میکنم و حضرت عالی هم راهنمایی نمیفرمایید، در این مورد فرمودید یک مسائلی دارید، بنده در خدمت هستم تا قبل از ادامه به سایر مسائل سوال حضرت عالی فرمودید رو پاسخ. چون شما درباره آقای رضا پهلوی صحبت کردید و مکین، جان مکین، در هفته های گذشته اینجا چندین گروه مختلف که همشون هم تعداد اعضایشون بیشتر از 10 نفر نیست، در کنگره آمریکا، که در کنگره آمریکا هم وقتی میگیم یه اتاق کوچولویی اون کنار ساختمون اونوری، یه وقت دوستان فکر نکنن که هم 100 نفر سناتور هم 500 خورده نفر نماینده مجلس نشستن و اینجا و چشم انتظار این آقایان و خانم ها آمدن. دو گروه، سه گروه، یکی آقای فخرآور بود و دوستانی رو دور خودش جمع کرده بود، بعضی‌ها رو حتی به دروغ و نگفته بود که کی هست و چی هست، از طرف یه آمریکایی نامه نوشته بود. گروه بعدی آقایانی بودن به نام سینا دبستانی و آقای فضل‌الله به اصطلاح فضل‌الله زالک، زیاد چی. بله بله. بعد از همه اینها که جاده صاف شد، آقا رضا رفت اونجا، به نظر میرسه که بوی کباب شدید. من میخوام نظر شما رو درباره این، و ضمناً من هفته پیش مهمانی داشتم به نام آقای مهدی ذوالفقاری که ایشون خودشون برنامه گذار هستن تو رادیو و اینها، و ایشون گفت که به نظر آقای ذوالفقاری هیچ اشکالی نداره که از هر کشوری بتونن کمک بگیرن در جهت به اصطلاح فروپاشی آخوندها. خیلی همون موقع گفتن که این غلطه و هیچ کس کمک نمی کنه بلا عوض. بله، نظر شما چیه در این؟ جناب آقای سربی، بند یادم هست شما از 4 سال و خورده ایمون بود تا 6 سالگی در مکتب خانه می رفتی و هر چه دارم از اون دارم، دبستان و دبیرستان و دانشگاه پاکه. در اونجا آموختیم که باید علم را چگونه آموخت. العلم و فتح سقر که نقش و فلحجر آنجا یاد دادن. آری، در همون کتاب ها، در همان مکاتب، اولین حرفی که می گفتن چوب بلند گلداشتن به نام اشارات، همون اشارت باشه، چوبایی بود که هرگز نمی چکست و هرگز هم نمی زدن، فقط برای اشارت بود. این ملاباجی از همان الف، دو زبر ان و دو زیر ان و دو پیش اون شروع میکرد، به نحوی که بعد از 1 سال و نیم من یادم هست داستانهایی از گلستان میخوانی. وقتی رفتیم کلاس اول میدیدیم معلم میگه آی با کلا آی بی کلا، خنده مونیم گرفت. بگذاریم، اگر کسی قربان مختصری در منطق و فکر عقلانی آگاهی داشته باشد، هرگز این ادعای باطل رو اصلا به زبان نمیاره. ببینید جناب آقای سربی، پدر که به فرزندش که ظاهراً عزیزترین عنصر زندگی میتونه باشه اگر 10 دلار بدهد، یک شرطی در پس این خوابیده، اگر غیر از این هست خواهش میکنم دیالوگ کنید. بفرمایید آقای سربی. نه، منم همینو گفتم. بله، نه شکلی نداریم اینجا و چیزی نمیدونیم، لاقل با یک صدایی از حرمون مبارک شما بشنویم. بله، منم همینو گفتم. نه. گفتم انتظار دارم. یک 10 دلاری اگر ما بدهیم، جلوتر یک حساب کتابی داریم، 6 دانه عرض کنم نقلهای خیلی خوشمزهی بود میکردن در توی دستمالی میدادن ما ببریم به همون مکتب. برای چی میدادن؟ برای که تشویق بشن، یعنی ادامه اون مکتب رفتن رو انتظار این
نقل و نباتی بود که به انسان میداده. کدام عقل عرض کردم باید از این سلحفه امروز باید ایلا قشق یاد بکنیم چی قبول میکنه که یکی بیاد به یکی پول بده آن هم این طمعکاران دنیا پرست؟ امریکا و انگلیس و فرانسه و از ناب اینها که اگر $10 $500 خرید کنی $10 کم بیاریم که جنس که بذار برو بردار بیار، این میخواد پول همینطوری بده؟ آقایی که این ادعا رو کردین جناب آقای سربی نه تنها پول گرفتن، اصلا اسم بردنش شرم‌آور است و ننگ بر کسانی که تحت هر شرایطی هر کس آمد گفت نه آقا برای که ایجور کنن اجور کنن گرفتن مباحه، بدانید که آقا این در همون دنباله عرایضیست که گفتم هر کسی به فکر جیبه. این بیرون از این حرفا، این مشکلی که حل نمی کند بماند، مشکل بسیار زیادی هم اضافه می کند. من نه تنها پول گرفتم را یک غلط زیادی، یک حرف بی ربط، یک شاخصه و شاکله دزدی علن می دانم، بلکه اصلا چیز دیگه می گم. هواخوران این طرف دنیا هم لایق نیستن که بخواهن کاری بر اونجا بکنن. مگر دنیا جا کم داشت که بنده بیام در امریکا و انگلیس بشینم بخوام مملکت آزاد کنم؟ اولا به قول شما آقای صوبی 99% از این افراد کسانی هستن که اصلا اونجا برو نیستن، های تاگر همه حکومتی هستن که دلخواهشونه برای خودشون درست کنن. دروغ میگن آقا، این اصلا با دروغ رشد کردن، اینا با تظاهر و تظاهر و عرض کنم بی انصافی تکامل یافتن. این حرفا چیه؟ ایرانی نیستن اصلا آقای، نه فقط بارسی حد میزنن. مگر امریکا و نمیدونم غربی که رفت و افغانستان رو به هم ریخت چه کردن آقا؟ یه نفر یه برداشتن بردن گفتن آقای این سراشفت به در اونجا حالا بشه رئیس جمهور شما. این آقای دیگر همین دیروز میخونن میگن نمیدونم رئیس ستاد ارتش امریکا بدون خبر قبلی. آقای سربی بدون خبر قبلی میدونین یعنی چی؟ یعنی نه اجازه میخوان بگیرن، نه ویزا باید بگیرن، هیچ نمیگیرن. یه دفعه میرن 2-5 دقیقه مونده به اونجا به رئیس جمهورش خبر میدن آقا آماده باش، آقای غنی که آقای رئیس ستاد ارتش داره میاد، اونم فوری کاراش جمع جور میکنه که استقبال کنه یا برنامه بذاره که در خدمت ایشون باشه. چقدر مگر اونا به افغانستان پول دادن؟ چه کردن آقا؟ عراقش بدتر از اون، لیبیش به 1000 درجه بدتر از اون. خیر، اگر مردم ایران کاری خود نکردن یعنی نمیخواهند. خانم ها آقایان فکیله را از گوشتون درارید، خیلی اونها عاقل‌تر از بنده و جناب‌عالی هستند. خب یه ادعی کارهایی میکنن دیگه، یا در همون داخل اون کارها به نتیجه میرسه یعنی ملت کرد، یا همچنان یک ادعی هستن که اینها هم به هر حال هوس دارن چهار روز برن زندان، فردا حقوق بشری ها جمع برن بگن بیم بیرون و ویزا بدن، باز اونم بیان تو امریکا بشن نمیدونم شیروزن، نمیدونم شرزر بانوی جهادگر و صدها نفر دیگه ریز و درش مثل همینه که شما میبینید. کم نبودن کسانی که آمدن اینجا با همین پالیتیکایی که چهار روز برن تو زندان بدن بهشون ویزا بدن با نشن بیان. خیلی نمونی داره، لازم نیست بیان بکنیم. اگر اینا خب چرا این کاری نمیتونن بکنن؟ مردم هم آقا جون با حکومتی که دارن کم بود بسیار دارن ولی مشکلی ندارن. اگر نم اگر همین مردم نبود که اونطور زدن توی نمیدونم پای دیگران انداختنشون بیرون، اصلا قبرشون هم معلوم نیست کجا هست و چی کار دارن میکنن. چرا مردم دست کم میگیریم؟ این آقایون جناب آقای سربی از نظر واقعی و عملی آب در خامن میکوبند، ولیکن بعدی نیست، چون این خارجی هم گاهی از اوقات به هر حال حبه ای میبینن دفعه ای میبازن، 10 میلیونی 5 میلیونی 40 میلیونی پخش میکنن براشونو در حال باز تا یک مدتی سرسات برقرار است. نخه برای ایجاد فداکاری ارزم به حضورتون به
اصلاح بنده میگویم اصلاح هیچ نظر دیگه ندارم، چون نوع حکومت را مردم ایران میگیرن. آقای سربی بابا صدر رحمت شیرش حلالش را میگه آقا من اصلا امریکایی هم، من اصلا میخوام امریکا باشم. با قول قدیمی ها سوات سننه شمایی که امریکایی هستیم به ایران چی کار داریم؟ و با منی در یمنی پیش منی، بی منی پیش منی در یمنی. یک فردی هستش که دلش برای ایران واقعا قنج میزنه و تا جایی که بتونه میرد و میاد و خاکش هم میبوسه. شاید ما در مجموع این کسانی که در این خارج باشن به 1000 نفر نرسن که این آقا اگر برن گیرند. دروغ 1000 تم نداریم ما. همین بچه شارم تازه حکومت اسلامی گوی بابا صغیر بوده عرض کنن که بلند شده رفتیم کاری نداره، چند نفر رو در هم اول محاکمه کردن و گفتن با اینا علمشن بلبشن که باباشون نشوی حرفا از اون تیپا بوده. خود اینی که اینجا بوده علیکی میگه هیچ استفاده نداره بلند شو بره اونجا بگن آبیا برو عرض کنم آبی فروشی هم میخوای باز کن کار که بکن که کارش داره. اینا برای خود نماییسی حرف آقای سربی نخه. اینه که کسی بخواهد پول بگیرد ایرادی ندارد به نظر بنده یک عرض کنم که غلط زیادی سیاسی است و به هیچ روی پول از این عرض کنم افراد مکار که بی پول دادن میرن قارت میکنه افریقای زبان بسته رو، دنیا رو به خاک و خون میکشن که دوباره بازسازی کنن، پول بگیرن، اسلحه بپوشن، ال کنن، دکل کنن. حریف مجلس ما خود همیشه دل میبرد علل خصوص که پیرایهی برای بسن. حالا آقایی میان میگم پولم بدین، پولم بگیریم، عیبی نداره. آره عیبی نداره، خیلی خوب. اگر دادن بگیرید و نوش جانتان و بدانید که مردم ایران خیلی فهیمتر، مقتدرتر، عاقلتر و فعالتر از اینه که ما فکر میکنیم. هر وقت صلاح بدانم 6 ماه دیگر، 600 سال دیگر، اینها در تغییر و تسلیح باستادن اصلاح کردن حکومتشان اقدام خواهند کرد. این آقایان و خانمهایی مثل ما که در اینجا نشستند و خودشان با خودشان گپ و گفت میکنند مفتشان با دیتیال گدایی میکنه مثل اون از کنند که گداخونه آریایی یکی هم افرادی هستن مثل نمیدونم این هر کسی که کمی یکی بیشتر نمیدونم میگه من و یارو هست حسن عباسی به چه مشهد هم از همش میگه نمیدونه دکتر دلاسایی دکتر سرجمی به چای کوچم آمودن تو مرده ادگاه اسمشو گذاشت آقای اوستا نوریزاده اوستای همایون حسن حسین عشق کنن دیگه بابا در اینجا خوششان باشه. اما به این که بخوان برای ایران کاری بکنن و از خارج پول بگیرن هرگز هرگز پول از جیب مبارکشان درارن این وطن پرستان دو آتشه. آره گفت از کجا میایی؟ گفت از کوی از حمام کوی یا گفت خود دوست گفت خودش پیداست از روی تو از موی تو از آن خنه ابروی تو. آره خیلی وطن پرستان. نخیر نهایتا در جواب حضرت عالی به عرضتون برسونم که بقیه بنده همونطور که حضرت عالی فرمودین و خیلی های دیگر را هم عقیده این رو دارن و بدن به حکم منطق و به پیروی از اون حضرات هر گونه کمکی را از خارجی نه تنها مباح و درست نمیدانم بلکه اصلا نزدیک شدن به این افراد را هم حرام میدونم از نظر سیاسی. ولی خب دیگه در این آشفت بازار هر کسی بایستی پول پشت و کراوات و کمپوز خوشگذرانی شد در بیاره. این طوریه مسئله دیگری داشت اینجا روایی؟ نه من سوالی ندارم، فقط اجازه بدیم به دوستان یه توضیح بدم. دوستان عزیز این برنامه ها چون به صورت زنده روی فیسبوک پخش میشه از اونجا برداشته نمیشه. قبلا ما برمی‌داشتیم که شما برید روی یوتیوب تماشا کنید، بعد دیدیم مشکل ایجاد شد از اونجا برداشته نمیشه. در هر زمانی میتونید روی صفحه شخصی من و روی صفحه تلویزیون مردم برنامه‌های آقای افشارها، برنامه من و دیگران رو ببینید. این یک. دوم اینکه در هر زمانی باز میتونید این برنامه‌ها رو از یوتیوب ببینید. ضمناً برنامه‌های آقای افشارها
درسته که تا دوشنبه با برنامه من پخش میشه، ولی بعد از دوشنبه تا جمعه هم هر روز پخش میشه تا جمعه آینده، یعنی برنامه جدید، یعنی هر روز برنامه آقای افشارها در تلویزیون مردم هست و پخش میشه. آقای مهدی ذوالفقاری هم آقای افشارها روی فیسبوک نوشتن آقای سوربی این آقای افشارها افکارشان مال دوران نادرشاه افشار شاید هم عقب افتاده تر است. بله، چون درباره آقای ذوالفقاری صحبت کردن ایشان عنایت فرمودن. بنده ضمن عرض سلام بهش میگم اشتباه میکنن ایشون، بنده به هزار سال پیش برمیگرده. شما اگر از نظر عقلانی و منطقی مرد هستید بیایید اثبات بکنید که امروزه بودن خیلی برتر از 500 سال قبل بودن است. خیلی از فلاسفه هستن آقای ذوالفقاری که معتقد هستن که بشر برخلاف این گفتاری که عرض کنم در تفکرات جاریه قرار داره، معتقدن داره زمان به پیش میره، داره زمان به انفجار نزدیک میشه. خیلی روابط انسانی به بدترین وضع ممکن در آمده، روابط عقلانی به بدترین وضعش در آمده. شما عزت فرمودید ما را به جد بزرگوارمون نادر بردید، بنده هزار سال پیش. دکارت خودش رو استاد شکاکین گرفت، ناخن چینگه پیرهون 600 سال قبل از میلاد مسیح نمیشه آقایون. اگر آقایون به همینی که یک خط بزنن، اولا ما قربان خاکیم، یعنی اصلا توجهی نداریم که کسی بخواد مبالغه ای بکند، حرفی بزند. بنده نمیگم نمیدونم روزنامه نویسم، کنکاشتر اجتماعیم، اینها مال همین افراد باشه. آقای ذوالفقاری، بنده به هر حال آشنایی مدیایی با حضرت عالی دارم، ضمن ادا احترام از کرامتی که فرمودید بنده را فقط 290 سال قبل بردید اقل، سپاسگزارم. ولی اگر درست میگویید بیاید آقا جون اثبات کنین ببینم چه نکته بشر بالاتر رفته. خاکم بر سر که فکر بکنیم چهار تا نمیدونم عرضم به حضورتون که تیاره و نمیدونم هواپیما و این میدیای اینطوری که درست کردن و چهار تا حرف چپوندن تو مفت گلوبالیزیشن و نمیدونم دنیای کوچک شده و این حرفا، آقایون مفت همان کسانی که سطحی نگرن. اینها باب عقلانیت و باب تفکر افرادی که اندکی با فلسفه و منطق و ریاضیات سر و کار دارن جانب خواب خیال سفیهانه بیش نیست. به هر حال از لطف ایشون متشکر هستم، ایشون 200 سال بنده رو بردن به عقب، ولی بنده اقرار میکنم که 1500-2000 سال قبل تر فکر میکنم. ولی خب به هر حال جناب آقای ذوالفقاری هستم اون القول به احتب اون الاحسن آقای همه حرفا رو گوش کنید، تو ندید صحبتی داشتید بیان بکنید، دلائل و گفتار قوی باید و معنوی، نه اینی که برداریم روی فیسبوک بزنیم مال 300 سال پیش. برای در اینجا هم کم آوردید آقا، بنده مال 1000 سال پیشه، تو برو خود را باش. دیگه چی فرمودن؟ اجازه بدید که دوستان، من بارها گفتم چون آقای افشارها شماره تلفنشون رو روی صفحه گذاشتیم 905-737-51-58 ایمیلشون رو گذاشتیم info@kaveacademy.com، میتونید از طریق تلفن از طریق ایمیل با ایشون تماس بگیرید. تنها دلیلی که من نوشته آقای ذوالفقاری رو خوندم این بود که من استناد کردم به گفته آقای ذوالفقاری و از ایشون یه سوالی کردم، ایشون هم اسم ایشون آوردن گفتن خوندم، و الا من نوشته های فیسبوک رو باهاش کاری ندارم. برای آقای خواهش میکنم بسیار عالی، بندم به آقای ذوالفقاری بگم که آقا جون شما خیلی هنوز در اول کوچه پس کوچه های مسائل منطقی و سیاسی هستی با نهایت احترام، در این که شما فکر بکنید در هر مجلس میرید در هر جای میرید میشینید و صحبت ها تصور بکنید که ارزم بزرگ خبری هست، اشتباه میکنید آقا، اشتباه میکنید جانم.
پول گرفتن از خارجی که سهل از هوای خارجی خوردن هم حرام است. یادتون باشه نه تنها این که پول میگیریم، همونی که زیر بیلق خانه خراب کنه کشورها آمدیم نشستیم، همین نه کفایت میکنه، کافی مونه آقا. حالا میخوان آقایون پیرایه دیگری هم ببندن، دیگم پول هم بدیم. بله خب میگیرن هم بگیر دیگه، خیلی آقایون هستن هم میگیرن هم خرج میکنن. این وقتی میگفتن ساعت نمیدونم گالوی آقای ایکس 40,000 دلاره، بگیرن این 4 روز زمانه رو بگذرونن تا بعد برسن به پروستات و نقرس و غیرزالک، تا بعد بفهمن حکایت دنیا در چه قرار است. برای نخیر بنده هم زمن عرض سلام پاسخ جناب آقای چیز دادم و افتخار میکنم که اگر این وقتی سرشان گرفت صلاح دانستن در شأنشان بود تلفنی بفرمایند و خیلی دوستانه و قشنگ صحبت کنیم، اگر نه در تفکرات مدرن و پست مدرن خودشون باشن. و عرضم به حضورتون که همین 500 سال هم جلوتر باشن، حالا ما 1,000 سال عقبتر، اینا 500 سال جلوتر باشن. ضمناً آقای استوردی، ما گاهی از اوقات از اعتقادات مذهبی خودمون صحبتی میکنیم. بنده معتقد به ذات پروردگار هستم با هر دین و آیین و روشی که دارم، ولی این آقایون خوب است که بدانند بنده مطالعاتم در فلسفه در ریاضیات است، چیزی که اگر یک معادله درجه دور من به این آقایون بدم نمیتونم حل کنم. و هر کدوم از همین آقایونی که میگه منهای کسانی که در این تخصص باشند، برید برید 4 تا روزنامه 2 تا انشای نوشتند و خوندن، یه وقتی امر مشتبه نشود، هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و لبش را دوختند. کسانی که باید افراد رو بشناسند میشناسند، ولی خب حالا یکی شما رو میشناسند یعنی هم ما رو میشناسند دیگه. آقای صبحی مسئله داشتید دارید یا نه؟ بله. باز آقای ذوالفقاری نوشته که بشر امروز دست آوردی دارد به نام حقوق بشر و حقوق انسانها. لعنت بر حقوق بشر، اضافهش رو نخوانید آقا. ایشون عرض کردم بنیاد تفکرات ما غلط است. ایشون اگر بخواند که حقوق بشر را کی ساخت و کجا ساختند و چرا ساختند، شرمش میاد از این که بگه حقوق بشر. بشر خود به خود حقوق دارد، به کسی نمیده که حقوق بشر برای انسان درست کنه. همین آقای اوباما رفت به مملکت پدری خودش، رئیس جمهور مملکت پدریش هم اونجا واستاده، کشور افریقای یادم نمیاد حالا کجا بود، امریکای نمیدونم، اروپای نمیدونم، افریقا. آقا آمد بلبل زبانی کرد که بله حقوق بشر آزادی به عرضم به حضورتون دگر باشن، یک چرت و پرته میگن دگر باش و چیکر باش و یکر پایی. همونجا رئیس جمهور برخلاف همه پروتکل‌های سیاسی حرف اوباما رو قطع کرد و آجون حرف مملکت خودتونه بزنید. این مملکت خودش فرهنگی دارد و مردمش عنوان و روشی دارند. لازم نکرده به ما بگیم این کار رو بکنید و همجنس بازی رو آزاد کنید. حقوق بشر مفت حقوق بشری ها. من همینو میگم که سهلندیشی و سطحی نگری اینا همینن آقایه سربی عزیز. حقوق بشر تو که حقوق بشر درسته، برو اونو نگاه کن بنده خدا. خیالشون مثل خود سازمان ملل زیر حرف امریکا، یک وقت میگه میخوام بیایم بیرون، اون یکی یک وقت میگه بیایم بیرون، معلومه به کی ساختن و چی جور ساختن. این ناشی از همون عدم مطالعهشون هست که نمیدونن چه کسانی ساختن و به چه مقاصدی ساختن. آقای افشار فکر کنم اوباما از کنیا، کشور کنیا بود و بله اونو من دیدم راجع به حقوق گیا و همجنس بازا و همجنسگرا صحبت میکرد، اونا گفتن آقا کاری به اون چیزا نداشت. همونجا بله. من اصلا صحنه‌ش یادمه. بله. رئیس جمهورش قد کرد این به زبان عادی یعنی شتا. بله اجازه بدین چون دوستمون میپرسن شماره تلفن آقای افشارها و ممکنه آها ما یه 105 737 51 58. بله اجازه بدیم بعضی از دوستان از طریق تلفن برنامه های ما رو میبینن یا صدای برنامه ها رو میشنون چون در محل کار هستن و کار میکنن. من یه بار دیگه به غیر از اینکه روی صفحه نوشته شماره تلفن شما رو میگم، آقای افشارها در کانادا هستن، شماره تلفنشون هست ایریا کد یا پیش شماره 905 737 51
58 به حقوق بشر وضع شده اعتقادی ندارن به این سازمانی که درست کردن که اسم سازمان دول مردم عاقل همیشه به کار میبرن. من جمله خودم از شما هم شنیدم آقای سوربی، این سازمان دول ها رو که درست کردن برای حقونه کردن مقاصد 5-6 ابرقدرت به خیال خودشون بر تمام دنیا کما این که کردن اصلا اعتقادی نداریم، یک دیدگاه فلسفی منطقی عاقلانه ای به نظر خودمون داریم و قابل دفاع هستش، ولی بسیار بسیار آرام، بسیار بسیار بی خطر، بسیار بسیار افتاده در مسائل برخورد میکنیم. اما از دیدگاه فلسفی اگر معتقد به آزادی آرا هستن که خدا انسان رو آزاد کرده، از که در فاتحه خوندم بود که بخواهد بود و بشه. آقای سوربی از کنی صدا میکنم، اجازه بدین عرض کنم، شما ملاحظه کنید در عربستان شاید خانم آقایی ندونن اینو، زن اصلا هویت نداره، یعنی تا زمانی که دختر هستش اسمش در شناسنامه والد است، پدرشه، زمانی که ازدواج میکند اسمش میرود در شناسنامه شوهرش، اصلا زن شناسنامه نداره. و همین امریکای از کنم بی انصاف کشورهای دیگر مثل افغانستان و لیبی و سوریه رو میگه حقوق بشر نیست و اونجا رو میره رخت شمشیر میکنه. آقای سوربی خدا عنایتی کرده عرض کنم به شما، عرضم حضور به این میکروفونی داده ازش استفاده کنید، آقا بگید این مسائل رو، دنیا خیلی زود میگذره. تنها تحت عنوانی که حقوق بشر غلط کردن اینا میگن حقوق بشر، مشتی مال پرست و دنیا پرست جمع شدن برمیداره میگه فلانه با اون هیکل قناتش رقص شمشیر میکنه که چی، که مثلا 500 نمیدونم میلیارد یه تریلیون مثلا از اینا بتونه پول دراره. بعد اونجا رو حرفی ندارن میرن میگن نه سوریه دیگه حقوق بشر نیست. آره تو گفتی و 4 نفر ساده اندیش هم مثل خیلی کسا باور کردن، ولی این حرفا در مغز فلاسفه، در مغز آدمی هایی که قدری ارزم به حضورتون که امقندیش هستن آقا جون جایی نداره. شما را خوش باد با همان حقوق بشر و سازمان ملل و این جلسات که اینکه میگذارید خوش باشید، مستر باشید، کیف بکنید و لذت ببرید. به قول اون نماشنامه معروف که میگو لذت ببرید آقای حفر، لذت ببرید عزیز امید. همین الحال بسیار بسیار خوشحال شدم آقای سوربی، امیدوار هستم که این نقیصه دوربین شما رفت بشود. هر آدم وقتی چی نمیبینه روی این صفحه مثل این که گم شده ای هستش در اینجا، چون با چیزی ندیدی. هر حال اگر فرمایشی هست در خدمتتون هستم. فقط اجازه بدین چون من قبلا هم تشکر کردم از دوستانی که در رابطه با دوربین صحبت کردن، یکی از اون دوستان آقای دکتر افشارها بودن که گفتن ما اینجا چون آکادمی داریم و اینها دوربینای خوبی داریم و اگر خواستید من براتون پست میکنم، که به ایشون هم گفتم شما ثبت کنید و خوشحالم که اون مشکل برطرف شد و احیانا فردا ما دوربین اونو میگیریم. با این دوربین قرضی هم امروز برنامه گذشت. شما قابل هستید، لایقید، انشالله هر کسی که آقا نظرش خیر هست و امغندیش هست و واقعا عرض کنم مردم دوست است عزت پیدا کنه. هر کسی هم که به فکر عرض کنم که ستیز خدا هدایتش کنه یا خودش را هدایت کنه، بعد بیشتر مطالب داشته باشن بهتر میشه. ممنونم از شما آقای افشار، لانگ ویکند خوشی داشته باشید. شما هم اونجا روز کانادا دارید نه؟ اول جولای. بله ما در این تلفن‌هایی که دوستان خارجی میکنن و خودمون میزنیم میگیم هپی کانادا دی. ها اوکی. ما اینو میگیم بله دارید. شما از دست کی نجات پیدا کردین؟ آمریکا یا از دست انگلستان؟ ولی بلی. چرا کانادا دی داره؟ والا من کانادا رو روی هم رفته آقای سوربی واقعا ستایش میکنم، برای که بدون که اشاره بکنه اصل منروعه امریکا رو به کار میبرن. زیادی دخالت در امور کشورهای دیگر نمی کند، واقعا کشور ارز کنم که صالحیست، کشور آرامیست. به همین دلیل هم هستش که میبینید زیاده به پروکاش نمی پیچند در دنیا. ما هم من از این جهت به کانادا مفتخرم. ما هم به شما تبریک میگم. دولت امریکا هم هاکزا، ولی امان از دولت امریکا. امان از اینها. به شما و دوستانی که این برنامه را از کانادا تماشا میکنن هپی کانادا دی، چون شما را و دوستان رو تا
پنجم ششم جولای نمیبینیم. هپی 4th of July و امیدوارم که روز خوبی باشید داشته باشید. قربان شما، خیلی خوشحال شدم جناب عزیز. به همچنین خدا نگهدارتون. امیدوارم دوستان رو به خدا میسپارم. دوستان عزیز، برنامه‌های آقای افشارها روزهای جمعه ساعت 3 بعد از ظهر وقت نیویورک از تلویزیون مردم مستقیم پخش میشه. تلفنشون هست 905 737 5158. ایمیلشون هست info@kaveacademy.com. باشون در تماس باشید. من دیدم که خیلی پیگیر هستن و خیلی ریسپانسیو و پاسخ میدن با دوستان. ضمناً آقایی که دوست ما هست از خلیج فارس نوشته هایی رو میفرستن، ببخشید صداهایی رو هم آدیو هم میفرستن، از من خواستن که از آقای افشارها دعوت کنم برنامه های ایشون رو هم بشنوند و نظر بدن. حتما این کار رو میکنید. چهارشنبه صدای اون دوستمون پخش میشه. و راجع به آقای حمیدرضا، دکتر حمیدرضا میرزا آقاسی، بله آقای حمیدرضا آقای دکتر حمید میرزا آقاسی چندین برنامه در تلویزیون مردم داشتن، الان تلویزیون خودشون رو دارن. متاسفانه ایشون ریسپانسیو نیستن و کاراشون رو بیشتر همسرشون انجام میدن. همسر بسیار خوب و مهربانی دارن، شیرازی هستن، ولی خودشون فقط یه طرفه صحبت میکنن و جوابگو نیستن. من این لینک رو برای آقای دکتر حمید میرزا آقاسی هم میفرستم که اگر به اصطلاح چیزی میخوان، و در حین صحبت آقای افشارها هم برای ایشون فرستادم که همکنون آقای افشارها در رابطه با شما دارن صحبت میکنن. میدونین قانون تلویزیون مردم اینه که ما دعوت میکنیم، میگیم، اگرم بگذره بعدا بهشون خبر میدیم که حقی ازشون ضایع نشده باشه. و در رابطه با سازمان ملل که آقای افشارها به درستی گفتن، من بارها میگم سازمان دول، همین که شما برید ببینید کدوم کشورها حق دارن همه رأی این 200 کشور رو بریزن توی سطل آشغال، خودتون متوجه میشید. و هر کسی خواستید باهاش بحث کنید، دیدم امروز باز نوشته بود سازمان ملل دنبال موشک‌های ایران هست. به دوستم نوشتم خب چی کار میکنن بعدن؟ گفت خب قطعنامه صادر میکنن. گفتم شما برو قطعنامه هایی رو که برای اسرائیل صادر کردن یک نگاهی بکن و به من خبر بده. دوستان عزیز، برنامه من همینجا تموم میشه. آقای حسن ارشاد از ایران با شما خواهند بود، ایشون هم دعوت کرده دوستان باهایی در برنامهشون شرکت کنند، و همچنین آقای فرزاد شبستری که سالها در تلویزیون مردم برنامه داشتن، ویدیو و برنامه ای رو در کانون دوستداران فرهنگ ایران داشتن به نام مبارزات زنان و احقاق حقوق آنان که اینم پخش میشه. یه بار دیگه تکرار میکنم، تا دوشنبه برنامه های من و آقای افشارها مثل همین امروز به این ترتیب پخش میشه. از دوشنبه، چون من برنامه‌ام دوشنبه هم نیستم فعلا، تا چهارشنبه برنامه ها به همین صورت پخش میشه. چهارشنبه تا جمعه هم باز برنامه های آقای افشارها هر روز از تلویزیون پخش میشه. هر کسی اشکالی داره روی فیسبوک، روی یوتیوب، نه فقط برنامه آقای افشارها، برنامه دیگر نمیتونه پیدا کنه، با ارسال یک ایمیل من در خدمتتون هستم. روز و روزگار بر شما دوستان خوش.